با عرض سلام و صبح بخیر، به 3 ساعت برنامه آغاز روز خوش آمدید. برنامه آغاز روز طبق معمول 3 ساعت ادامه داره که در هر نیم ساعت روی موضوعات مختلف با میمانهای مختلف بسته گفتگوی خواهیم داشت. در نیم ساعت نخست مرور داریم بر مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان. در نیم ساعت بعدش یعنی از 7:30 الی 8 حمیدالله مسرور رئیس انجمن علمی و اجتماعی همگان با ما خواهند بود و روی چگونگی فعالیت های فرهنگی در جوزجان بحث و گفتگوی خواهیم داشت. در نیم ساعت بعدش احمد فرید سیلانی فعال مدنی است که روی واکنش فعالین مدنی در برابر حملات خونین کابل با ما صحبت هایی خواهند داشت. حکیم الله صدیقی است و آگاه سیاسی در مورد کاهش داد و ستاد پس از حملات اخیر در پایتخت با ما معلومات خواهند داشت و روی همین موضوع بحث و گفتگوی خواهیم داشت. و بعد از او یعنی از ساعت 9 الی 9 نیم نادر میمار آگاه سیاسی با ما خواهند بود و در مورد ارائه سندها در مورد سران طالبان در پاکستان. و در نیم ساعت آخر ما بحث داریم در مورد کاهش فعالیت های کمیته صلیب سرخ در افغانستان. حال همی پردازیم و مرور مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان. در نخست مرور داریم بر پایگاه خبری آریانا نیوز. کمیته جهانی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان کاهش داده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را از بهر تهدیدهای امنیتی در افغانستان کاهش داده است. دست کم 30 سال است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بخش‌های گوناگون افغانستان سرگرم مددرسانی است. چنانچه این نهاد جهانی به تازگی اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 1,39,000 مریض در یکی از هفت مرکز ارتوپیدی را مداوا کردند. بیش از 62,000 نفر در یکی از مراکز صحی تحت کمیته صلیب سرخ بستری اند و با 26,000 تن از زندانیان از چگونگی برخورد نگهبانانشان گفتگو شده است. در همین حال این کمیته میگوید که سال گذشته با 5,000 زندانی زمینه سازی شده با فامیلشان دیدار و یا تماس تلفنی داشته باشند. 419 تن از زخمیان جنگ کمک های اولیه رسانیده شده و به 75,000 بیجا شده یه جنگ کمک های اولیه رسانیدند. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که سال گذشته میلادی برایشان نهایت دشوار بوده است. از همین رو تعداد کارکنان این کمیته کاهش یافته است. اما در سال پیش رو بر کمک هایشان به افراد متهم در بند و قربانیان خشونت های مسلحانه ادامه خواهند داد. باز هم خبر دیگر از پایگاه خبری آریانا نیوز. پاکستان تایید می کند که طالبان از خاکش بر انجام حملات در افغانستان استفاده می کند. محمد معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که به اسلام آباد سفر کرده بود می گوید پاکستان با آنکه در گذشته انکار می کرد این بار پذیرفته است که طالبان از خاکش بر انجام حملات در افغانستان استفاده می کند. رئیس امنیت ملی و وزیر امور داخلی افغانستان که روز گذشته به اسلام آباد سفر کرده بودند پاکستان سندهایی از حضور سران طالبان افغان، پناهگاه های حراس افغانان و مدرسه های تندرو دینی ارائه کردند که بیشتر حمله ها از آنجا در افغانستان راه اندازی می شود. آقای استانگزای دیروز در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت مقامات پاکستان همواره انکار می کردند که طالبان در این کشور پناهگاه های امن دارند و از آنجا علیه افغانستان اقدام می کند. اما این بار آنها این موضوع را انکار نکردند بلکه به آن اعتراف کردند. 4 فرد دستگیر شده در حمله اخیر کابل است و امنیت ملی سرنخ را به دست امنیت ها قرار داده که در آن ارتباطشان با گروه های شورشی در خاک پاکستان را نشان می دهد و به باور امنیت ملی این شواهد غیر قابل انکار در برابر پاکستان اسلام آباد است. رئیس عمومی امنیت ملی کشور اظهار داشت ما در ماه‌های اخیر معلومات و اطلاعات دقیق را که در نتیجه بازداشت شمار از افراد وابسته به گروه‌های شورشی به دست آورده بودیم دسته‌بندی کرده و به مقامات پاکستان تسلیم دادیم. در همین حال وزیر داخله میگوید که آنها از مقام‌های پاکستانی خواهان اقدامات جدی و عملی پاکستان بر مبارزه با حراس افغانی در خاک خودش شدند. آقای ویس احمد برمک بیان داشت ما در دیدار با مقام‌های پاکستانی
از آنها خواستیم که بر ضد هراس افغانی مبارزه جدی کنند، چون صبر و حوصله مردم افغانستان به پایان رسیده است. آقای برمک گفت که قرار است هفته آینده هیئت از پاکستان به کابل بیاید و در مورد اقدامات پاکستان و مقام‌های افغانستان معلومات بدهند. اما سفارت پاکستان در کابل میگوید هیئت که از آن کشور میآید روی موضوعات مبارزه با هراس افغانی، صلح و مهاجران و مقیمان کشور بحث خواهند کرد. خبر دیگر از پایگاه خبری آریانا نیوز. ده‌ها تن در کابل بر ضد پاکستان و طالبان دست به راهپیمایی زدند و در پی حملات مرگبار چند روز اخیر ده‌ها تن از فعالان مدنی و باشندگان کابل بر ضد پاکستان و گروه طالبان دست به راهپیمایی زدند. معترضان پاکستان را عامل حملات مرگبار و گسترش ناامنی ها در کشور دانسته و خواهان بدار آویختن هراس افغانان زندانی به شمول انس حقانی شدند. بهرالدین جوزجانی، یکی از عالمان دین که در جمع از معترضان حضور داشت، گفت پاکستان علناً برای خرابی افغانستان کار کرده. امروز دنیا هم فهمیده که پاکستان از هراس افغانان حمایت می کند. آرزو اکبری، یکی از معترضان، اظهار داشت خونریزی که امروز در افغانستان است همش از خاطر پاکستان است، از خاطر هراس افغانان است که در پاکستان حمایت می شوند. اعتراض کنندگان خواهان بدار آویختن انس حقانی و طالبان هستند که در زندان‌های کشور زندانی می باشند. آنان همچنان از جامعه جهانی می خواهند پاکستان را به عنوان کشور حامی هراس افغانی بشناسند. لیلا جعفری، اعتراض کننده دیگر، بیان داشت که طالبان و هراس افغانان که حکم اعدامشان نهایی شده باید اعدام شوند، در برابر چشمان مردم، در برابر مادران که تکه های جگرشان را از دست دادند. شناسایی همدستان داخلی هراس افغانان یکی دیگر از خواستهای اعتراض کنندگان می باشد. حمید سالنگی، اعتراض کننده دیگر، گفته که کسانی که در حکومت با پاکستان همکاری دارند ستون پنجم هستند، از حکومت بیرون رانده شوند. این در حالی است که کابل در کمتر از دو هفته اخیر شاهد حملات خونین هراس افغانانه بوده است، که حملاتی که نزدیک به 150 جان باختند و بیش از حدود 300 تن دیگر هم زخم برداشتند. خبر دیگر از آریانا نیوز. فرعون صاحب، چی را انتقال میدی که شیشه های موترت سیاه است؟ فرعون صاحب، چی را انتقال میدی که شیشه های موترت سیاه است؟ نمبر پلیت نداری و تلاشی نمیدی. این شعار با تصویر موتر شیشه سیاه پس از رویدادهای مرگبار هفته گذشته در هتل کانتینینتال و چراهی صدارت و دیوارهای کابل حک شده است. دو باشندگان کابل از گشت و گذار و بررسی نشدن موترهای شیشه سیاه و بی نمبر پلیت کابل سخت نگران هستند. بی بی آیشه، باشنده یا شهر کابل، در مورد به آریانا نیوز گفت موترهای شیشه سیاه کل فساد در پای آنها است. آنها می آیند و می گردند و انتحاری ها را می آورند و پایین می کنند. فرید احمد، یکی دیگر از باشندگان کابل، اظهار داشت که اگر مردم روی راست هستند باید تلاشی بدهند اگر واقعا فساد ندارند. شهر کابل پس از رویدادهای خونین در هفته گذشته جنب و جوش خود را از دست داده و به یک شهر آرام مبدل گشته است. محمد نعیم تکسیران، صاحبان موترهای شیشه سیاه را در برابر مردم میخواند و از آینده نامعلوم کابلیان نگرانند. آقای نعیم افزود بلیاز خدا، بلیاز قرآن، شیشه های موترتان را پاک کنید که ما دوست و دشمن خود را بشناسیم. با این همه فرمانده عمومی گارنیزیون کابل هشدار می دهد که هیچ فرد یا گروه پس از این نمی تواند با موتر شیشه سیاه و بی نمبر پلیت در داخل شهر گشت و گذار کند. افضل امان امان، فرمانده عمومی گارنیزیون کابل، گفت پس از این به هیچ فرد اجازه نمی دهیم اسلحه غیر قانونی و شیشه سیاه اجازه و سلاح غیر قانونی و شیشه سیاه اجازه نمیدهیم استفاده کنند. گارنیزیون کابل بر ادامه جمع‌آوری سلاح‌های غیر قانونی و پاکاری موترهای شیشه سیاه در کابل تاکید می‌ورزد، اما از برخی اعضای شورای ملی نیز انتقاد می‌شود که در اجرای این برنامه با پلیس همکاری نکرده و قانون و خود قانون را نقض می‌کنند.
خبر از پایگاه خبری بی بی سی، وزارت دفاع افغانستان گفته که گزارش بی بی سی می تواند دور از واقعیت باشد. وزارت دفاع افغانستان با گزارش تازه بی بی سی از میزان ساحات فعالیت طالبان در این کشور واکنش نشان داده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته که گزارش های از میزان حاکمیت طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی و یا داعش در جغرافیای افغانستان، آن هم با تایید از طریق تلفن، می تواند خیلی نوسانی، متغیر و دور از واقعیت باشد. وزارت دفاع می گوید موفقیت های هر روزه نیروهای امنیتی افغانستان در ولایات مختلف می تواند در تغییر این محاسبات و درصدی ها نقش اساسی داشته باشد. در اعلامیه این نهاد تاکید شده که ممکن است تهدیدات در مناطق وجود داشته باشد، اما حاکمیت دشمنان افغانستان در آن مناطق قطعاً وجود ندارد. وزارت دفاع میگوید محاسبات نوسانی به هیچ صورت نمایانگر واقعیت‌های موجود شدن نمی‌تواند. وضاحت دارد که دشمنان مردم افغانستان به جز ایجاد تبلیغات واهی و تهدیدات در جغرافیای کشور حاکمیت ندارند. تحقیق تازه بی بی سی نشان می‌دهد که طالبان اکنون به طور علنی در 70% از خاک افغانستان فعال هستند. آماری که نشان می‌دهد پس از خروج نیروهای رسمی خارجی در سال 2014، مناطق بیشتر در معرض تهدید و یا کنترل طالبان قرار گرفته است. خبر دیگر از پایگاه خبری بی بی سی، 29 نفر از معترضان به حجاب اجباری در تهران بازداشت شدند. پلیس تهران میگوید 29 نفر از کسانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران روسری‌های خود را برداشتند، در تهران بازداشت شدند. بنابر اعلام پلیس تهران، این افراد به مراجع قضایی در ایران تحویل داده شدند. پلیس این معترضان را فریب خوردگان نامیده که تحت تاثیر فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید دست به اعتراض زدند. در روزهای اخیر چندین زن جوان در ایران با ایستادن روی سکوهای در خیابان روسری‌های خود را در آورده و مانند پرچم بر سر چوب زدند. دست کم یک نفر نیست که چادر بر سر داشت در مشهد با ایستادن روی سکوی و به دست گرفتن یک روسری به حمایت از این اقدام پرداخت. علاوه بر این چند مرد نیز به حرکات مشابه در حمایت از معترضان به حجاب اجباری پرداختند. در دو مورد نیز طرفداران حکومت ایران، یکی با لباس روحانی و در دست گرفتن پرچم ایران و دیگر با لباس زیر به شکل مشابه با رفتن روی سکو، موضع مخالف خود علیه معترضان به حجاب اجباری را بیان کردند. مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون حجاب شرعی در مکانهای عمومی حضور یابند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد. خبر دیگر از پایگاه خبری بی بی سی، کارخانه ای که از 2005 شیر خشک آلوده تولید می کند. شرکت فرانسوی تولید کننده محصولات لبنی لتیز قبول کرده که بخش از محصولاتش ممکن است بیش از یک دهه به ویروس آلوده باشد. این شرکت در مرکز اتهام‌های مربوط به توزیع شیر خشک‌های آلوده است. پس از همه‌گیری بیماری سالمونلا در سال گذشته، این شرکت میلیون‌ها پاکت شیر خشک را از سراسر جهان جمع‌آوری کرد. محققان می‌گویند در سال 2005 میلادی که همین نوع سالمونلا همه‌گیر شده بود. شرکت فرانسوی میگوید ممکن است کودکان بسیاری از آن سال دچار بیماری شده از برچ‌های خشک کننده این کارخانه منتشر شد در کارخانه ها را باشند. امانوئل بسنیر مدیر عامل این شرکت در گفتگو با یک روزنامه گفته آزمایش ها نشان می‌دهد که کارخانه در شمال غربی فرانسه که در سال 2005 مسبب آلودگی شیر بود، حالا هم به نظر می‌رسد که در مرکز توجه است. این کارخانه را شرکت لک تلیز در سال 2006 خرید. از دسامبر سال گذشته هم که اخبار مربوط به آلودگی یکی بستند. پایگاه خبری رادیو آزادی، امنیت ملی هرات گفته که ستن را به گرفتن 13,000 دلار رشوه بلفیل دستگیر کردند. کارمندان ریاست امنیت ملی هرات روز چهارشنبه رئیس هیئت
اعزامی اداره مستقل ارگانهای محلی در این ولایت را با گرفتن 13,000 دلار آمریکایی رشوه بالفعل دستگیر کرده است. سید وحید قطالی شاروال هرات این رویداد را تایید کرده است. اداره مستقل ارگانهای محلی هیئت 3 نفری را به خاطر بررسی کارکرد ریاست شاروالی به این ولایت فرستاده بود. این هیئت 3 نفری از 10 روز به این سو سرگرم بررسی کارکرد ریاست شاروالی هرات بودند. سید وحید قطالی شاروالی هرات بر رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان تحقیقاتشان از کارمندان این اداره مطالبه پول کرده بودند. مردم افغانستان همواره از افزایش فسادیداری در ادارات مختلف دولتی انتقاد کردند. محمد انور متین، کارشناس فرهنگی ولایت هرات میگوید حکومت افغانستان برای مبارزه با فسادیداری اقدامات جدی تر را روی دست گیرد. آقای متین میگوید برای از بین بردن فسادیداری حکومت افغانستان باید دارایی های فساد پیشگان را مصادره کند. یک مقام اداره محلی هرات که خواست نامش گفته نشود به رادیو آزادی گفته که هیئت اعزامی اداره مستقل ارگانهای محلی که اکنون در بازداشت نیروهای امنیت ملی در ولایت هرات به سر میبرد از کارمندان ریاست شاروالی هرات مطالبه 50,000 دلار آمریکایی کرده بودند. این در حال است که چند قبل فرهاد نیایه شاروال اسبق هرات با اتهام فساد اداری بازداشت شده بود و اکنون در زندان پلچرخی کابل به سر میبرد. حدود یک ماه قبل بیش از 30 تن از کارمندان ریاست شاروالی هرات به اتهام حیف و میل کردن میلیون ها افغانی از عواید این اداره از سوی هیئت لوی سرانوالی افغانستان تحت پیگرد قرار گرفتند. افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال مقام چهارم را از خود کرد. مسابقات تیم‌های زیر 19 ساله کرکت میان 16 کشور که در نیوزلند آغاز شده بود حالا به مرحله نهایی رسیده است. در مسابقات نیمه نهایی استرالیا، افغانستان و هند و پاکستان را در مسابقات نیمه نهایی استرالیا، افغانستان و هندوستان پاکستان را شکست داد و مسابقات به دور نهایی رسید. هرچند قرار بود روز پنجشنبه مسابقات برای کسب مقام سوم و چهارم میان افغانستان و پاکستان برگزار شود، اما بنابر ریزش باران در شهر کوینز نیوزلند این مسابقه صورت نگرفت و بی نتیجه اعلام شد. اما مطابق قانون شورای جهانی کرکت پاکستان در مسابقات گروپی در گروپ خودش مقام اول را اخذ کرده بود و افغانستان مقام دوم. همچنان اوسط دوش تیمان کشور نسبت به افغانستان بیشتر بود، از همین رو پاکستان مقام سوم و افغانستان مقام چهارم را از آن خود کردند. باز هم خبر دیگر از رادیو آزادی. ارگ گفته که به زودی کار پروژه تاپی عملا در خاک افغانستان آغاز می شود. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که حکومت برای عملی ساختن پروژه تاپی کاملا آمادگی داشته و به زودی کار عملی این پروژه در خاک افغانستان آغاز می گردد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که برخ از تدابیر برای افتتاح کار عملی پروژه تاپی اتخاذ شده است. مرتضوی گفت که حکومت افغانستان در این مورد به کمیته‌ای که در آن نمایندگان نهادهای امنیتی، فرهنگی، وزارت‌های شهرسازی، فواید عامه و شمار از ادارات دیگر سهم دارند وظیفه سپرده شده تا برای مراسم افتتاحیه کار عملی این پروژه آمادگی بگیرند. خبرهای از صدای آمریکا. حمایت باشندگان ولایت غربی افغانستان از قوای امنیتی افغان. باشندگان چهار ولایت غربی افغانستان با برگزاری یک گرد همایی در ولایت هرات حمایت خود از قوای امنیتی افغان را اعلام کردند. این افراد با حمایت از پالیسی جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر گروه‌های دهشت افغان، خواهان مبارزه جدی جامعه جهانی و حکومت افغانستان با تروریستان و حامیانشان شدند. ده ها تن از باشندگان ولایت های هرات، غور، بادغیس، فرا با برگزاری یک گرد همایی اعتراضی حملات خونین اخیر در افغانستان را محکوم کردند. خبر دیگر از صدای آمریکا. پاکستان اقامت مهاجران افغان را برای 60 روز تمدید کرد. حکومت پاکستان اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای مدت 60 روز تمدید کرد.
در حال حاضر حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند که 1.4 میلیون آن مدارک اقامه داشته و 1.3 میلیون دیگران بدون مدرک در آن کشور اقامه دارند. در گذشته مقامات پاکستان میاد اقامه مهاجرین افغان را برای مدت نسبتاً طولانی معمولا برای 1 سال تمدید میکرد، اما با افزایش حملات با افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان حال بیم آن میرود که مبادا اسلام آباد مهاجرین افغان را جبران از آن کشور اخراج کند. و مرور بر مهمترین پایگاه‌های خبری افغانستان و جهان در همین جا به پایان میرسد. برنامه آغاز روز ادامه دارد بعد از وقفه کوتاه. در سر واکمن پس بسیلی نامه قدرمون لیدون که سلام و سهر ما بخیر در غز روز خبرمونه دست ما خبرمونه تر لسو بجو پوری دوام لری پا بلا بیلو موضوعاتو بنده لبلا بیلو میلمنو سر بحث و خبریتری که و پا دیهیلا چی در خبرمونه در پای پوری لمکسر و سی اول تازه جزیاتو چخه خبر شی و سلام پر هم پس جو که الماسر حمیدالله مسرور در همگان در علمی و طولنیز بنسرت رئیس پس جو که دی پا جاوز جان ولایت که در فرهنگی فعالیتونو پر بل ماسر بحث و خبریتری بولری در شی فرهنگی فعالیتونو جاوز جان که ډول روان دی لاسره ورنې چې دي ځوانانو په دې ورسوي کې څومره فرهنګي فعالیتونه تر سره کړي دي، څومره دوی ملاتړ له ځان سره لري، د مرکزی دولت څخه ستونزې دوی پر وړاندې پرتې دي، په ورته وخت کې د ښځو لاسره ورنې د فرهنګي برخه کې څه دي ول دوی سره به یو پوښتنه او له دوی څخه ځوابونه واخلم. تاسو خره لاس سلام دې سیمانه ډیر مننه کوم تاسو نه خغلی مسرور په پایل کې وایي د فرهنګي فعالیتونو څنګهوالي په اړه څه ډول فرهنګي فعالیتونه جوړ جن ولایت کې روان دي او تاسو څه ډول ارزوي؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر شما، سلام بر تمام بیننده های شما و یک سلام خاص بر تمام جوانان بالنده و توفنده و ورزنده و سازنده مردم افغانستان. همه قسمه که سوال کردید، ولایت جوزجان یکی از ولایت های باستانی و یکی از ولایت هایی هست که فرهنگ، مطالعه، علم، دانش در اوجه ضرب المثل سمت شمال است. الحمدلله انجمن علمی و اجتماعی همگان از سال 1394 رسما از وزارت محترم عدلیه جواز فعالیت خود را اخذ نمود که ای در 8 بخش کاری فعالیت میکنه، یعنی 8 کمیته داره: بخش آموزشی، بخش علمی، بخش حقوق بدنی، بخش اجتماعی و بخش های دیگه. بیشتر انجمن علمی و اجتماعی همگان یک خط مش و یک خط سیر داره که او همانا تغییر است. بر سر انجمن علمی و اجتماعی همگان چند چیز از سرش تاکید داره و چند چیز از سرش تمرکزی همو خود را داره. یک، تغییر است. ما جوانای تعهد و تغییر انجمن همگان خواستاری هستیم که در افغانستان باید تغییر بیاید، چی در بود سیاسی، چی در بود نظامی، چی در بود علمی، تحصیلی، آموزشی، در همه ابعاد باید در افغانستان تغییر رو نمایش دهد که ما تشنه تغییر هستیم و تغییر هم مثبت باشه. دو، ما اشتغال زایی باید شود. جوانای بسیار بیکار را داریم، خیلی از مقاطع لسانس ماستر داریم که باید در اینا زمینه اشتغال زایی و کار مساعد شود. سه، توجه بر بخش بر قشر خانم ها، دختر خانم ها، طبقه ایناس باید صورت بگیره. چهار، توجه بر بازماندگان شهدا، معلولین، معیوبین و بی‌بضاعتان باید صورت بگیره که اینا همگی بازماندگان شهدا به خاطر حفاظت و حراست از وطن، از نوامیس ملی جانهای شیرین خود را از دست داده که امروز بازماندگان اونا توجه صورت نمیگیره، باید صورت بگیره. گپی دیگه ای که انجمن همگان و تیم تعهد و تغییر که در زیر چتر انجمن همگان یک تیم است به نام تیم تعهد و تغییر، اینها خواستار متحد برای هستند که یک تغییر در افغانستان بیاید. فوکس شانسری است که باید بر نسل جوان توجه صورت بگیرد. شش، انجمن همگان خواستار ای است که باید بر نیروهای امنیتی، دفاعی و قوتهای زمینی و هوایی و سربازان سربکف مردم افغانستان باید توجه صورت بگیره و هیچ سرباز باید در افغانستان نباشه به خاطر امرار معیشت و به خاطر معاش در افغانستان کار بکنه، بلکه یک نوع انگیزه و حب وطن در قلبشان باشه. باید اینا با یک مورال والا، با یک همت متین باید اینا حفاظت از نوامیس ملی و امنیت بکنن. هشت،
ما توجه خاص را در قسمت اساتید پوهنتون ها، مکاتب، دانشگاه ها می خواهیم که امروز متاسفانه در افغانستان تنبل ترین شاگرد بخش تعلیم و تربیه استاد را انتخاب میکنه و از او تنبل استاد که او استاد میشه و تنبل شاگرد باز تنبل شاگرد را تربیه میکنه. این تنبل شاگرد خدا زده پیش روی صنف به عنوان استاد استاد میشه که چیزی را نمیفهمه. متاسفانه ما خواستار تغییر برای هستیم که ما برای بخش تعلیم و تربیه که استاد شدن بهترین رشته و ارزشمندترین رشته در کانون علمی افغانستان بوده باشه، هر کس استاد شده نتونه. کسای استاد شوه که بسیار لایق، پرتلاش، پرکار و زحمتکش بوده باشه که اینها شاگرد همون قسم این شکل خودشان را تربیه بکنن. بنابراین خلاصهش انجمن علمی همگان در زیر پوشش خود یک تیم را ساخته که به نام تیم تعهد و تغییر، که هدف این تیم این مفهوم است که ما متحد بر این هستیم، باور بر این داریم که در افغانستان تغییر می آید و افغانستان همیشه به این حالت باقی نمی ماند، به این حالت وحشت و دهشت و انفجار و انتحار باقی نمی ماند. مفهوم دیگه ایش که تعهد و تغییر، ما متحد برای هستیم، تعهد برای باور برای داریم که تغییر در افغانستان میاریم و تغییر آمدنی است و ما خواستار تغییر هستیم. خواهی مسرور تاسو دخول غوختان و پردویلی شده چه غوختانی لرهی مرکزی حکومت خواه و ملتر و بنسطون خواه د خپل فعالیتونو په اړه وې تاسو ول چې انجمن دی د دې تر سرلیک لاندې یو ټیم را مسته شوی دی چې ټول پکې ځوانان دي. فعالیتونو مو په کومو برخو کې دي او کوم برخو کې خپل فعالیتونه کوي؟ ډیر مننه. ما از جمله فعالیت های خوبی را در ولایت جوزجان داشتیم که و الحمدلله امروز در دیگه ولایات هم جوار ما و حتی ولسوالی های ولایت جوزجان اشاعه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. ما از جمله چند فعالیتی که انجمن همگان تا دو سال بیشتر در ولایت جوزجان را فعالیت را انجام داده، یک ما امروز بیشتر از 30 جوان را به کار گماشتیم با مؤسسات علمی، تحصیلی و مؤسسات خصوصی دفاتر. امروز ما زمینه کار را مساعدش کردیم و بیشتر از نزدیک 50 نفر امروز ما در مؤسسات تحصیلی و دانشگاه های خصوصی به طور رایگان معرفی کردیم که اینها به بضاعت بودن، اینها نمی توانستن موفیس سمستر خود پرداخت بکنن. ما وسیله شدیم که اینها را تای تفاهم با مؤسسات تحصیلی اینها را دوجا چی بکنیم و اینها از بحر سواد برامند شد. یکی دیگه ای که ما یک ورکشاپ آگاهی از اضرار مواد مخدر که بالاتر از 4000 شاگرد را صنف 10 11 12 مکاتب را تحت پوشش گرفتیم، از عواقب و پیامد شومی مواد مخدر ترنینگ دادیم، آموزش دادیم. هدف ما همی بود که باید اینها که رای پوانتون میشه اگر خدای نخواسته به نتیجه مانند، در اون صورت باز دست به اعتیاد مواد مخدر و به دوستایی که واغشته به مواد مخدر اثر نشون، پیش از او بفهمند که مواد مخدر یک عمل یک چیزی مهلک کشنده است و عواقب بد ناگوار فردی، اجتماعی و حتی در سطح بالایی را دارد. یکی دیگه ای که ما 4 دوره برنامه فن بیان و این سخنانه در سطح ولایت جوزجان گرفتیم که در هر برنامه ما بالاتر از 60 جوان را در تحت پوشش خود گرفتیم. 60 جوان به عنوان نخبه، به عنوان از جسارت خوبی برخوردار شدند. گپی دیگه ای که ما تعدادی از جوانان را در یک جای جمع کردیم، او جوانانی بود که افسرده بودن، بیکار بودن، رابطه به دولت، به مردم، به وطن هیچ نوع باور نداشتن و همیشه از این میگفتن که افغانستان دیگر قانون نیست، افغانستان دیگر کار نیست، در افغانستان بودن یک ذلت است، یک وحشت است، دهشت است. ما اینا را به نحوی ترغیب کردیم، تشویق کردیم، به انجمن آوردیم. اینها در بودای علمی و آموزشی ما اینجا چی میکنن؟ تدریس میشن و خودشان عملا تدریس میکنن. و کار دیگه ای را که کردیم، ما تعدادی از اطفال بی بضاعت، صغیر و یتیم را در یک جای جمع کردیم و برایشان آموزش دادیم که امروز الحمدلله ما در چند مرکز جور کردیم که اطفال بی بضاعت، اطفال صغیر، اطفال یتیم را ما تحت پوشش خود گرفتیم. اینا برایشان رایگان تدریس میشه، رایگان برایشان اینا قرطاسیه باب و بعضی کمک های اولیه صورت میگیره.
بله بله و استقبال حکومت محلی جوزجان الحمدلله از ما خیلی خوب بوده. مسرور وسه پختنم هم دغه کوله چې تاسو تر وسه پوری د اړوندو بنسټونو او همدارنګه د سیمه ایزې ادارې ملاتړ او همکاري لزان سره لري او تاسو سره مالی مرسته څوک کوي؟ ډیرخه نه ما حمایت و همکاری خیلی دوستای میخواستم، من خود ما نخواستم که حمایتشانم، به خاطر که در افغانستان یک فرهنگ است، یک سنت است که هر کس در افغانستان بدون یک خواست، بدون یک هدف بس کسی کمک و ملاتر نمیکنه. خیلی از احزاب سیاسی و سازمان ها و روندها و گرایش های قومی سیاسی بزرگا میخواستن که کمک و همکاری بکنه، اما اونا اگر ما کمک اونا را بپذیریم و قبول بکنیم، اونا افکار اونا را باید بپذیریم و همو دستور اونا را با قمانده اونا را باید با خود داشته باشیم. به اساس ما مستقل هستیم، حمایت ما حمایت مردم است، حمایت اعضا است، حمایت جوانان است. ما هیچ نوع نیازی نداریم که ما خود را سیاسی بسازیم، خود را حزبی بسازیم، خود را تنظیمی و سمتی و قبیله بسازیم. پس دغه ځوانان لګښتونه دغه بنسټ خپل شخصي جیب نه ورکوي؟ دقیقاً ما به حد از جیب شخصی و بیشتر هم اعضای ما یک روند خوبی را، یک سیستم خوبی را در انجمن پیاده کردیم که هر عضو ما در هر ماه به اندازه توان خود چیزی را به کمیته مالی پرداخت میکنه و از او کمیته مالی جمع‌آوری میشه که ما مصارف خود را میکنیم. گپ دیگه که ما بالاتر از توان خود حرف نمیزنیم و بالاتر از توان خود طرح نمیگیریم، پلان نمیکنیم. آنچه که در توان ماست که برای مردم گفتیم و را انجام میدیم از بودجه شخصی خود ما، از بودجه خودی اعضای ما بوده. با خاله مسرور کومی داسې ستونزې دي چې تاسو پر وړاندې پرتې دي چې تاسو خپل کار نشئ کولای تر سره کړئ، یا خندونه تاسو پر وړاندې څه دي؟ خو یرا ما میپذیریم که هر انسانی که تلاش بکنه، مبارزه بکنه، عدالت خواهی بکنه و داشته باشه یک حرفی برای گفتن بعد از ایام جوانی داشته باشه، بدون شک او دوچار و مواجه با مشکل میشه، تهدید میشه، سرزنش میشه، اخطار میشه و مشکلات اقتصادی را میبینه. این چیزا را ما در اوایل وقتی که تصمیم گرفتیم اینا را پذیرفتیم. مشکلات فرارای ما شده، بیشتر مشکلات اقتصادی که سر با مشکلات اقتصادی مواجه شدیم، اما ما یک تعهد دارم، یک باور دارم، یک اراده متین دارم و یک عزم راسخ دارم که انشالله با مشکلات ما مبارزه میکنم و از راه خود نمیگردم. امی تغییر را ما از سال 2014 شروع کردیم که امسال الحمدلله فعلا در چندین ولایات ما نمایندگان اشخاص و افراد را پیدا کردیم که شعار تغییر را میده و خواستار آمدن یک تغییر در سطوح ها و در ابعاد مختلف افغانستان شده و انشالله به عزم خود محکم هستیم به آن عهدی که بستیم. خواهر مستور، با خپل بنسټ که مو چه وستا سویل همگان بنسټ دی، علمی و طولنیز یو بنسټ دی، ترسنگ یو تیم هم را مسته کرده دی، چون را دلتا پا جوزجان که خزی فعالیت لری پتا سره؟ درخه یو خبر خیلی شگاه وایم دادی که در انجمن همگان بیشتر از 200 جوان فعال کادر لسانس حضوراً فعالیت میکنه، دست جمعی تیمی فعالیت میکنه. که ما چند پیش یک آمار را از خود بخش اداره خود گرفتم که اینا بیشتر از 60 تن از جمله 200 جوان ما بخش خانما، بخش دختران و بانوان، بخش طبقه ایناس بوده که ماون ما و سه کمیته ما و چندین سرتیم ما و چندین عضوی رضاکار ما از طبقه ایناس بوده. باور داشته باشین که ما در انجمن همگان یک باور خوبی را دارم، نمیفهمم که پیامد چی است. کسایی که عضویت همگان را میگیره چی طبقه ذکور و چی طبقه ایناس و هر کدامش یک بار که عضویت را میگیره در این تیم آمده میپیوندن، به یک کاروان میپیوندن. باور داشته باشین چنان متحد هستند، چنان عزم و اراده قوی و راسخ دارن که قابل گفتن نیست. هر کدامشان مخصوصا طبقه ایناس در هر برنامه، در هر کمیته، در هر بودی که ما کار میکنیم حضورشان و نقششان خیلی پررنگ است که ما بالاتر از 60 طبقه ایناس دختر خانم و خانم که اینا استاد است، لسانس است و بالاتر از او است، پایانتر از او است که در پهلوی ما است، بدون در نظر داشتی متعصبات جنسیت اینها در پهلوی ما کار میکنیم و خیلی خوشبین هستم که
جوانان تیم تعهد و تغییر و انجمن همگان جوانان بسیار تغییرخواه، مبارز، پرتلاش، خلاق، با استعداد و با همت هستند. اما خاله مسرور جوزجان ولایت که امنیتی وضعیت هم خانه دی دایش هم حالت حضور لري د نامنه یو غیزی پر فرهنګي فعالیتونو باندې څومره حالت تاثیر کړی دی، څومره غیزی کړی دی نامنه پر دغه فعالیتونو باندې؟ وضعیت امنیتی جوزجان فرق میکنه. مثلا جوزجان ده ولسوالی داره، یک مرکز. با فضل خداوند مرکز ولایت جوزجان یک از امنیت خوبی برخوردار است و این امنیت را داشتن، امنیت را ما از فعالیت های شبانه روزی نیروهای پس هست و مرکز که فعالیت که ویست هست و بنصر مرکز هم هست و اولسوالی ها هم ما نمایندگی های داریم، بخش های نمایندگی ما کار می و این داشتن امنیت را ما از فعالیت های شبانه روزی نیروهای امنیتی اردوی ملی، پلیس ملی و مخصوصا قماندان صاحب امنیه جدیدی ولایت جوزجان و گارنیزون جوزجان میدانم که امنیت ولایت جوزجان به شمول 7 ولسوالی ولایت جوزجان خیلی از یک امنیت خوبی برخوردار است. شما شاهدی بودین که در طی همین چند سال خوب امنیت را داشته، اما متاسفانه در 3 ولسوالی ولایت جوزجان که قشتیپه است، درزاب است و آخشم است، اینجا جنگ ها و فعالیت های عراس افغانی مخالفین مسلح بوده و مقطعی بوده. در یک وقت بین اینا درگیری ها صورت گرفته، باز توسط نیروهای امنیتی اینا مهار شده و اینا پس فرار را برقرار تاثیرات پر فرهنگی فعالیتونو بنده موجود بود، یعنی پر فرهنگی فعالیتونو بنده هم تاثیرات درلوده. خود دقیقا جنگ یک پیامد بدی داره، تهدید را به بار میاره، وحشت را به بار میاره، افکار را خراب میکنه و اندیشه ها و روان را زیر تاثیر میاره. اما خوشبختانه ما در جایی که ما فعالیت میکنیم، ما در نظر داشته به هیچ گروه، به هیچ جناحی مربوط و منوط نیستیم. بناهن تا الان ما مشکل امنیتی خود را احساس نکردیم، اما بازم ما من ایسی یک شهروند به امیدی هستیم که از یک امنیت خوب برخوردار بوده باشیم و الحمدلله که به امیدی خوبتر شدن، بهینه شدن امنیت هستیم و انشالله که ما تا بال شاهدی کدام رویداد و دلخراش در بخش فعالیت های مدنی و فرهنگی نبودیم. مردم ولایت جوزجان یک مردم بسیار همپذیر، مشارکت ملی در اوجه بسیار خوب است و مردم از هر قوم و سمت ولایت جوزجان، اگر شما آگاهی دارن که حتی از تمام نقاط افغانستان در اوجه مردم است، مردم بسیار همپذیر، مردمی که برادری و اخوت و صمیمیت و صفا در بینشان بسیار پررنگ است و همگی کار میکنه، فعالیت میکنه، هیچ نوع تبعیض، تعصب و امثال و مسائل ویروس های معمولی روز نیست. دیر مدن اکول تاسونا مسرور سیب جوانده یوسی کور مدن لیرو قدرمون لیدون کو حمیدالله مسرور ده همگان ده علمی او تولینیز بنشت سر رئیس لما سر اپس سیدیو که وو ده پجاوزجان و بلایت که ده فرهنگی فعالیتونو پاره و ده دوی لسراورانی او کمی سونزی چه ده دوی پروران ده پرتی دی پا ورت وقت که ده خلو لسراورانو پاره لما سر بحث و خبری تری در لودی ده دوی نظریت هم تاسو آوریدل. سلام پوړاندې کولو سره بیا هم تاسو سره غلاس ویم. زموږ خپرونه هم تر لسو بجو پورې دوام لري. زه او زما همکاره لیزا یوسفزی به ستاسو په چوپړ کې اوسو. کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په ضد اعتراض وشو. اعتراض کوونکو د پاکستان او طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. دوی پاکستان د نامنیو عامل وباله او د هغو ترهګرو لپاره یې د اعدام سزا غوښتنه کوله چې دا مهال په زندانونو کې دي. دوی انس حقانی د اعدامولو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ، دغه چمتو کړی رپورټ ته وروسته پرې بحث کوو. پس از حملات مرگبار چند روز اخیر در کابل و شماره شهرهای دیگر، ده ها تن شهروندان کابل به جاده ها ریختن و اینان بر ضد پاکستان و گروه هایی که چنین حملات را انجام می دهند شعار دادند و اینان خواهان به کیف رسانیدن عاملان این گونه رویدادها هستند. این راهپیمایان پاکستان را عامل تمامی ناامنی ها و رویدادهای هراس افغانانه در کشور می دانند که صدها تن را به خاک خون کشانیده است. پاکستان به خاطر خرابی افغانستان علناً کار کرده. امروز دنیا هم به این فهمیده که پاکستان از توریست‌ها حمایت میکنه. خونریزی که در افغانستان امروز هست همش از خاطر پاکستان است، از خاطر همه توریست‌ها است که پاکستان توریست‌ها را حمایت میکنه.
اعتراض کنندگان خواهان بدار آویختن انس حقانی و طالبان هستند که در زندانهای کشور زندانی می باشند. آنان همچنان از جامعه جهانی می خواهند پاکستان را به عنوان کشور حامی هراس افغان بشناسند. طالبان تروریستانی که محکمهشان نهایی شده و حکمشان اعدام هست، باید اینها اعدام شوند در مقابل چشمان مادران و پدرانی که فرزندانشان در سرکهای کابل و ولایتهای افغانستان تکه و پارچه شدند. شناسایی همدستان داخلی هراس افغانان یکی دیگر از خواستهای اعتراض کنندگان می باشد. بعضی کسایی که در رأس حکومت و حتی در نهادهای امنیتی با پاکستان همکاری داره، حملات تروریستی دست داره و ستون پنجم هستند و شناخته شده هستند، خواهش مهمی است که هر چیزتر نابود شوند و از حکومت رانده شوند. از این اتفاقی شما پاکستان، ایران، کشورهای غیر مسلمان، اسلام در جان ملت افغانستان به خاک خون کشیدن ملت ما را. کابل در کمتر از دو هفته اخیر شاهد حملات خونین هراس افغانان بوده است. حملاتی که گفته می شود در پاکستان تحریزی شده است. در این حملات نزدیک به 150 تن جان باختند و بیش از 300 تن دیگر هم زخم برداشتند. هم دغه موضوع باندې تمکیک او سټډیو کې المسره بلال احمد نیازی مدني فعال دی او په ورته وخت کې پرون دوی هم بدغه لاریون کې ونډه اخیستی و بحث بل دوی سره وکړم. تاسو خره خلاص وې. تشکر. سلام صبح خیر به تمام همدان عزیزم. ما خوشحال هستم یک بار دیگه از تلویزیون آریانا نیوز با همدان خود هم کلام هستم و درود میفرستیم به تمام شهدای اخیری که در حوادث کابل و ولایت مجروح شهید شدن و شفای حاجل برای تمام مریضایی که و زخمیایی که فعلا بستر بسر میبرن. ډیر مننه کوله تاسو نه. نیازی صاحب پرون تاسو هم په لاریون کې ونډه اخیستې وه. د لاریون په اړه وایي څومره کسانو دلته برخه اخیستې وه، څه ډول دغه لاریون ترسره شو؟ مشکلات امنیتی که وجود داشت، نظر مشکلات امنیتی که کابل و یا تمام افغانستان داره، ما ای اعتراض میخواستیم که گسترده تر باشه و بسیار سرشکار هم کردیم، دعوت کردیم تمام جوانان و دوستا بزرگا را دعوت کردیم، ولی بعد بختانه که نظر به مشکلاتی که وجود داره دوستا اشتراک نکردن و ما خوب بود 100 نفر از جوانا بودن. همین مشکلات ها را متحمل شدیم و خوب میفهمیم روزی که فقط نامش قیام ملی بود و نامش یک اعتراض بود، اعتراض بود که میخواست جوانا به خاطر حق مردم خود، به خاطر حق کشور خود میخواستن در مقابل پاکستان اعتراض بکنن. زمان که صبح ما از خانه برآمدیم، جاده ها بسیار از راههای دور مسدود بود، مردم بسیار کم سر کار داشتن و خوخ و این هم شما هم میفهمیم که بسیاری اعتراضایی که در کابل صورت گرفته و در افغانستان صورت گرفته توسط دشمن کار شده و انفجار انتحار صورت گرفته. از این خاطر فعلا مردم میترسن و اعتراض به چنین اعتراضا اشتراک نمیکنن. ولی که اگر پرون وضعیت سره ول و تومره کسانو برخه خسته ولاریون که صد اضافه دوست جوانا بودن، یه تو دقیقا ما شخصا خودم امار ندارم، ولی همی صد اضافه تر جوانا بودن و همی همت بالایشان که همی مشکلات امنیتی رو من نظر نگرفته خوب بفهمنم. بعض دوستا اگر ما تعقیب کرده باشیم، بعض رو دوستا در فیسبوک پست کردن، شاید فردا روز آخر من باشه، ولی بازم ما بخاطر افغانستان میبریم، ولی بازم بخاطر ملت افغانستان صدای خواهی بلند میکنیم، چون این تجربه شده. ما جنبش روشنایی را مثال میتیم، این هم یک اعتراض بود و حق مردم بود، ولیکن دشمن کار کرد و دشمن جنبش روشنایی را. ما رستاخیز یک حرکت مدنی بود ولی دشمن کار کرد. حتی یعنی ما اینطور میگیم که فعلا به یک نحو اعتراض های مدنی زیر شایخ قرار گرفته، فعلا کسایی که میخواین اعتراض مدنی بکنن و یا اعلامی اعتراض مدنی را میتن، دوستا یا کسایی که میخواین خواستشان از صدایشان میخواین صدای خود بلند بکنن، ولی به خاطر میتاد تایید امنیتی اونا اشتراک نمیکنن. در چی؟ یعنی سه پرون ساس پلاریون که تصویل اکثر زوانان و دست چیره سیاسی چیره شخصیتون چه پیجندل شوی چیره وی دوی هم پکی گردون کرده و کنه عادی زوانان مدنی فعالان فقط جوانای جامعه مدنی بود، امی دوستایی که
دوست چهره های مطرح جامعه مدنی بودن، دیگر شدم چهره وجود نداشتم. فعلا دیشب که من بحث شد که من تلویزیون دارم نمیم، با دوستا یک موضوع رو میگفتن، گفتن این رو میگیرم در تلویزیون اشاره بکنین. بیاین یک چیز ببینیم که مردم افغانستان چقدر هر روز درد و رنج میکشن، و کسایی که همیشه ملکیتشون رو دعوا دارن، کسایی که همیشه میگه افغانستان از ما است و همیشه به رهبریت افغانستان رو دعوا دارن، یک بار گریبان سر خود به گریبان خود پایین نمیکنن، یک بار وجدان خود تکان نمیده که روز گذشته 200 نفر و روز گذشته دیگه 100 نفر از هموطنای مثلا از همین فرزندان همین سرزمین شهید شده. بیاین که ما هم اعتراض داشته باشیم. اگر حکومت ناحق است، بیاین اعتراض ما گسترده‌تر باشه. باید ما هم چهره های مطرح سیاسی میام، چهره های مطرح حکومتی، کسایی که حق میگن، کسایی که همیشه به خاطر حق مبارزه کردن، اونا باید میامد. ولی ما دیگه اعتراض فقط فعالین مدنی تنها بودن. ما هیچ مونه کدوم، یعنی دلیل تاسی وازی هم دا بوله چه نامنه یو لامله یا دا چه دویتا گواخونه متوجه و تاس چه ورانده هم ویلش مثلا درستخیص او یا هم مدنی حرکتون چه ورانده تر سر شوی دی دا وصلوال مخالفین و لخواه سرکوب شوی هم پا کزان مرگ بریدون شوی پیخ شوی دی دا دل دار خلق پا دا غلاریون که گرونو نکرد. بمندرد ما دقیقا یک نقطه را بر شما اشاره نمی کنم که همین نقطه همین موضوع بود، ولی که ما گفتم که مردم عام که می خواستن اشتراک بکنن، مردم عامی که هیچ وابسته را به حزب سیاسی دارن، نه به وابسته به کدام جناح دارن، نه به کدام فرد است، اونا که می خواهن اشتراک بکنن، اونا به خاطر ترس اشتراک نمی کنن، به خاطر که مشکلاتی که وجود داره اشتراک نمی کنن. واقعا خبالی نیازه سب هم دقیقه سون داده چه نامنی ده کنن دقیقه انگیزه لخلکونه ایسته شبی دقیقه انگیزه به خلکو که نشته چه لاریونونه بالاخره نتیجه نور که وی هستی مو که خبالا پسر کنو واتونو بنده و زوخ پل جوانده هم لگواخ سر مخامخت و اما نه دولت سمونگ غاوری نه هم نریوال طولن از سمونگ غاوری نو ولی ووزو دقیقه تا واتونو تا و سرکونو تا و خبال غاق بناق اوچاد کرو فکر که وی ده انگیزه خلکو که ندهی پیدا شوی. ای دقیقا نده یک موضوع است. ما هم میگیم بعد اوقات با هم میگیم صدای ما شنویده نمیشه، ولی بدبختانه، ولی یک موضوع که باید اشاره بکنیم، این بدبختی از در افغانستان که شنویده نمیشه صدا. حق هر شهروند یک کشور فعال مدنی است. هر شهروند یک کشور حقش است که حکومت خود نظارت بکنه، انتقاد بکنه، پیشنهاد بکنه، بدیل بده، و حکومت هم توسط مردم برای مردم آمده باشه، مجبور و مکلف است همون پیشنهاد همون شهروند خود که همون برش پیشنهاد داده باید بولا بگی بکنه. ما هم به خاطر زمین سرزمین، به خاطر مردم مبارزه میکنیم. اگر ای باشه که این بیاین جمعی کار بکنیم، همیشه مشوره ها را گوش بکنیم، همیشه درد مردم ها. چون ما پل ارتباطی مردم با حکومت هستیم، ما درد مردم میفهمیم که مردم در چی حالت است. ما فکر نکنم که دوست رهبرای حکومت وحدت ملی و یا کابینشن اونا خبر باشن که حکومت مردم افغانستان به چی سر بسر میبرن، چی حالت زندگی دارن، به خاطر که اونا خود درون مردم نیستن. بیاین یک بار همین موضوع را امیر تعقیب بکنیم که مردم ما در چی حال است. ما هستیم، صدای خودم و صدای زنا رو ما بلند میکنیم، و زمانی که صدای ملت بلند میشه، این بیاین لبگی بکنین، این خوبتر از این رای بهتر است. بیاین بشینیم خالی نیازه سپیه و بلا بختانه هم دلتا مدرکی گی چه اکثر از زنان پا دی آن دی چه کلا دغا دول حرکتون را مستکی گی دا سیاسی مو خیلری یا سیاسیون لدغا فرصت سخه استفاده که بی او دا زنان و لحضور سخه و دا دوی دا غق سخه دا دوی لغختون و سخه دا خبال شخصی گت و لپار دوی استفاده که بی یو لدغا سند و سخه هم مطرح نده چې اکثرا دغه ډول لاریونونو کې او دغه ډول مدني حرکتونو کې ځوانان او اکثره معمولا کورنۍ دې ته یو انګیزه دوی ته پیدا شوي ده چې خپل ځوانان پرېنږدي چې دغه ډول لاریونونو کې برخه واخلي. خب ما اشاره کردم که مشکلات هایی که وجود داره به او خاطر یک مشکلات های امنیتی وجود داره، یعنی دهم پاکش داره که دقیقه دول انگیزه هم خلقو که پیدا شده و در پالوی از او انگیزه هم وجود داره، همین انگیزه هم پیدا شده فعلا و اساس رو به گسترش شده. او ده حقیقت هم دهی یک حقیقت بسیار تلخه است که مردم ما میپذیریم که همین مشکل ما داریم، ولی باید حداقل صدای ملت شنویده شود. صدای ملت شنویده شود. حداقل همین ملتی که میخیزه یک پیشنهاد میکنه، همین یک نظارت میکنه. ما خودش چیز نمیتونیم. ما محاربه مستقیما در جبهه اول جنگ نمیتونیم،
ولی ما اینجا میبینیم که ما در چقدر در حالت بد قرار داریم که هر روز مادر صدا میکنه که به فرزند شدم، پدر صدا میکنه که به فرزند شدم، هر روز مردم به خاک خون است. ما این حالت با شما خود میبینیم ولی باز هم چیزی نمیتونیم. و یک گیزه را بجاد کردن تیری برازی در مدنی حرکت موخه و هدف تو او در اکثر گردون که اونکی اخت نیچه بیل نریوالی طول نیچ خوال مرکزی حکومت هدف جمعی امی بود که صدای مردم افغانستان بدون سفارت پاکستان به خاطر جامعه بین المللی بشنوه، چون فشارهای اخیری که در سر پاکستان وجود داره و در ضمن هر انتحار یا هر حمله‌ای که در کابل صورت میگیره و ایران طالب قرار و ایران طالب میگه که به عهده خود میگیره مسئولیتش، از این خاطر ما خواستیم که اینمی اعتراض بکنیم و جامعه بین المللی، جامعه جهانی، رسانه ها مثل که امروز ما و شما سر از این موضوع بحث داریم، دیگر رسانه ها هم سرش بحث دارن که حداقل ببینن که بله این صدای مردم افغانستان هم است که پاکستان علل بدبختی افغانستان است، این صدای تمام ملت افغانستان است که میگم یک موضوع است، ولی بین جامعه بین المللی از چون این کشورهای حامی افغانستان قرار داره، این کشورهای است که با افغانستان همکار هستند، اینا هم بشنون که صدای مردم افغانستان همی است که پاکستان یگانه کشوری است که حامی تروریسم است، یگانه کشوری است که جنگ افغانستان هم شعله‌ورتر می‌سازه. از این خاطر ما اعتراض کردیم و یک نقطه بیشتر که شما فراموش کردم با مزد، هر موضوع هر آجندایی که میای و هر سوژه‌ای که ما سرش بحث میکنیم او سیاسی نیست که هم بگی فکر کنن سیاسی هست، اما دقیقا انگیزه خلکو تا پیدا شوی چه دقیقا بالاخره یه سیاسی حرکت تا تبدیلیگی سیاسی تر استفاده که بی بالاخره دا انگیزه خلکو پیدا شوی. بله ما بد مشکلی ما است که ما استفاده جوهای زیاد سیاسی داریم در افغانستان. ما این ننگ نمیدانیم که مردم ما شهید میشن، مردم ما قربانی میدیم، و این ننگ میبینیم که زود که یک موضوع یک برنامه را بخیزیم، یک چند جوانه که جمع میشه بخواد اعتراض میکنه او را باز به یک نحوه حمایت بکنیم، به یک نحوه جون این موضوع در این برنامه دیروز یک پروگرام وجود نداشت، یک پروگرام وجود نداشت، جوانا خود جوش خیستن، خود جوش حرکت کردن، ما جوانای مدنی فعالین مدنی را با زیاد جوان فعالین مدنی سر کار داریم و اونا را همیشه بعد برنامه ها میشینیم مشترکن سرش بحث میکنیم که یک گروه هم داریم، گروه مشترک کاری فعالان و نهادهای همسو که در او هم عضو شورای رهبری شدارم، این یک گروه رو داریم، این یک موضوع، این جوان های سیاسون استفاده جوی ما از فرصت استفاده میکنن و همین قسم انگیزه رو بر مردم ایجاد میکنن که بسیار جای شرمند بخاطر چی که مردم روز بروز دور شده میره. لطفاً بعد اوقات پیشتر هم گفتم که یک بار وجدانتان تکان بدین که مردم افغانستان در حالت بد قرار دارن. نیازی نیست کچیری بیا هم تاسو خپل غږ اوچت کړ، بلخره سه واټونو ته وته یي ګواښونه مو ځان ته متوجه و، بل خپل ژوند مو په خطر کې واچول، اوس کچیری نړیواله ټولنه همدارنګه مرکزي حکومت ساسو غږ وانوري، بیا هم تاسو راتلونکي پلانونه مو څه دي، بیا هم واټونو ته وځئ، بیا هم خلک سره راټولوي خپل غږ اوچتوي کنه؟ دقیقا ما مدرد که این سر ما خوردگی ما به خاطر دیروز است، دیروز ما صبح وقت برآمده بودیم سرد بسیار زد. خب به هر صورتش ما مبارزه دوام داره و هیچ زمان ما مبارزه دست نمیگیریم، اگر یک نفر هم باشیم، اگر صد نفر هم باشیم، به خاطر چی که ما ناگزیر هستیم، چون ما حالتی که مردم افغانستان است به انگیزه یک کشور خارجی که در افغانستان میخواین سفر بکنن بیان برند سفارت پاسپورت خود را بدن، به اون به انگیزه از اونا این یک مرکز دهشت است، اونا را بگه شما اجازه ندارین در افغانستان برین. ما در اینی حالت قرار داریم، اگر ما در این حالت صدای خود بلند نکنیم، دفاع از حق مردم به خود نکنیم و اگر جامعه بین المللی نشنا باز هم میریم اگرچه تحریمات هم وضع شده، میبینیم تحریماتی که تحریمات به انواع مختلف ایجاد میشه، یکی خواهی انتحاری مردم فیزیکی میزنه و یکی انتحاری فکری میزنن که ما را انتحاری فکری هم کرده. امروز زمانی که انگیزه از این میباشه که صدای ملت از بین بخیدیم، باز هم در مقابلش میه صدای انتحاری هم از فکرتون باشه. اینا که چی بکنیم خالی نیازه وقتم دیر کم لرو
پرون داسې تصویرونه هم په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې هم خپره شول چې د پاکستان د بیرغ پر ځای د نایجیریا بیرغ ته اور اچول شوی دی. دغه کار په قصدي توګه ترسره شوی کنه؟ خپله تاسو کله جزئیات راکړئ او دونکو سره شاید دغه پوښتنه ټولو ته مطرح وي. او اکثر هلته تاسو مدني فعالان و، تاسو اوس ویل چې په سلګونه کسان هلته ګډون کړی و، دلیل په څه کې و؟ آیا د سلو کسانو کې د نایجیریا او د پاکستان د بیرغ ترمنځ فرق نه شو کولای یا نه همدان دغه کار ترسره شوی؟ بله، فوزیه، یک چیزی که من میخوایم به شما بگویم، وضعیت بیشتر تعریف کردیم که وضعیت امنیتی در چه حالت است و بجای از اینکه ما مردم افغانستان موضوع ما آجندای ما می بود که ما دانست فرد پاکستان علیه پاکستان شعار میتیم و شما بیشتر ویدیوش پلی کردیم که هم مگی مرگ علیه پاکستان میداد. بعض اوقات دشمن هم اینطور کار نمی کنه که انتحاری فیزیکی بیای بکنه و در ضمن او یک غوغای دیگه برپا بکنه. ببینید، تمام منفعت های ای همی اعتراض وابسته به یک بیرق نایجیریا شد. دشمن از راه دیگه انتحاری فکری کرد. ما تا آخرین لحظاتی که بودیم بیرق هم خریده بودیم خودم و تمام چیزا. یعنی دغه بیرق په دغه لاریون په ترس کې سوځول شوی دی، تاسو خپل کتلی او کنه په بل ځای کې ده؟ نه خیر، ای بیرق دمی تظاهرات سوخته بود و ماهی را میگیم که اشتباه شد دوستا همین دو یا دوستا، ولی ما ایده میگیم کسایی که ما بودیم و در ضمن ما بیرق کردیم، بیرق افغانستان خریدیم، بیرق پاکستان خریدیم، تمام چیزا رو ما خودمون تهیه کردیم. یعنی ایده یک چیز وجود نداشت در بین نایجیریا بیرق خلطه لکومه شو. یعنی تاسو وای چه گرد پورت کنه؟ یعنی ما گفتم که منفعت همی اعتراض سر بیرق نایجیریا انتحار کردن در قسمت بیرق نایجیریا انتحار شد. امروز فعلا بس این است که ما مردم افغانستان سر از این بس نمیکنند که جوانان ما خیست و به خاطر دفاع از حق مردم اعتراض کردند. بس این در فیسبوک ها در رسانه های بسی است که بینی ما بریده شد، ما بیرق نایجیریا را ساختیم. بیاین ما سر از این موضوعات بس نبکنیم، خیر است، اشتباه شد، ما شاید مذرت خواهی بکنیم، شاید همین ما امروز اگر به خاطر که اعتراض کردیم، ولی ما نیره قلبا میگیم که ای دشمن حق اینقدر قوی کار میکنه که جوان موتوک زحمت، جوان موتوک به خاطر این سرزمین، به خاطر دفاع از این سرزمین، به خاطر هویتش میخیزه، او را هم از طریق جوان دیگه انتحاری میکنه، از طریق کس دیگه انتحاری فکری میکنه که ما امروز سرش بحث داریم. ببینید که ما این منافعش فکر نکردیم. مردم افغانستان باید فکر بکنه که بله، این شرایط دشوار امنیتی که ما پدرم مرا خوش نداره که ما از خانه خود برایم، مادرم خوش نداره که ما از خانه خود برایم، اما تو تمام فرزندان این سرزمین میگن نه در همین که انتحاری میشه. بازم چند نفر خیز به خاطر صدای افغانستان دزان سفارت پاکستان اعتراض کردن، ولی این مردم قبول نمیکنن. ما درمان نکنی از این سر ډیر خدمت لیدونکو. بلال احمد نیازی مدني فعال او پورته وخت کې تیر ورځ دوی هم په لاریون کې برخه اخیستې وه. باسه خبرې ترېم درلودې د لاریون د جزئیاتو په اړه موږ سره په جزئیات شریک کړل، او همدارنګه د دوی د غوښتنو په اړه او راتلونکو پلانونو په اړه چې دوی به هم خپل مبارزو ته دوام ورکوي او خپل غږ به اوچتوي. بیا هم تر لنډو شیبو وروسته زموږ خبرونه دوام لري. با عرض سلام مجدد، میزان داد و ستو در پایتخت به گونه یک کم پیشینه در سال روان کاهش یافته است. شمار از بازرگانان میگویند پس از حمله های مرگبار در پایتخت درآمدشان تا مرز 70% از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش و بعد از گزارش به ادامه بحث ما میپردازیم. رویدادهای خونبار در کابل و کاهش میزان داد و ستو بازرگانی. کابل محور مرکزهای بازرگانی در کشور به شمار می رود، اما پس از رویدادهای خونبار نه تنها که از میزان بیروبار مردم در بخشای شهر کاسته، بل در برخی از مراکز بازرگانی شمار از فروشندگان درب دوکاکینشان را بستند. دیروز آوازه تظاهراتی گپا بود، مردم از این راست میکنن به خاطر دکانهای خود آواز نکنن. مردم شاید داشتن که مظاهره میشه و ناامنی میشه، دکاندارا ترس خوردن، مردم ترس خورد، کلگی قایم کرده رفته. محمد محسن بازرگان است و کارخانه را در پایتخت دارد که 90 نفر در آن کار میکنند. با آنکه میلیون ها افغانی را سرمایه گذاری کرده، اما در چند روز پسین درآمدش کاهش 70% را داشته است و حتی قادر به تامین معاش کارمندانش نیست.
از سمت شمال یا جنوب یا شرق یا غرب کشور ما مردم میان این جنس میبر. وقتی که در کابل ناامنی باشن اون مردم نمیتونن به خاطر آرام بیان چون مسئول نیستن. وقتی که یک مشتری مسئول نباشه هیچگاه او تلاش نمیکنه که جنس رو بیای از پیش ما ببرن. مندوی کابل، محله ای که بیشترین داد و ستد را در خود دارد. تمام کالاها و گونه عمده و پرچون به فروش میرسند، اما این روزها فروشندگانش دم خوش ندارند. کل مردم غمگین است، انفجارات، انتحارات، کل مردم دلگیر میشن، اصلا کس فکر خرید فروش نمی باشه. چه مردم ترسنده شدن، همی فعلا هم شما میبینین کوچه منده یکی از مظلومترین جایی بود که مردم زیادتر گشت و گذار میکردن، ولی فعلا بسیار به حساب بیروبارش کم شده. اتاق تجارت و صنایع همچنان واپس این حمله های خونین در کشور را در کار سرمایه گذاری نگران کننده میخواند. سر سکتور خصوصی حمله میشه، او واقعا فوق العاده تاثیراتشان منفی است بالای سرمایه گذاری و رشد تجارت. پیش از این در مندوی کابل از بحر داد و ستد جای پا برای ماندن نبود، اما اکنون آرامش اینجا نشان میدهد که واپسین رویدادهای خونین در کابل از میزان بلند داد و ستد در اینجا کاسته است. سمیرا ظفری، آریانا نیوز، مندوی کابل. و حال هم برای بسته بیشتر در این مورد آقای حکیم الله صدیقی آگاه اقتصادی را در برنامه با خود داریم. آقای صدیقی سلام، صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما، خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. تشکر. آقای صدیقی، حکومت با خود را طبق در گزارش هم دیدیم که ادامه حملات خونبار اخیر باعث کاهش 70% داد و ستد در بازار کابل شده است. حال حکومت، تدابیر حکومت، اقدامات بعدی حکومت به خاطر کاهش 70% داد و ستد بازرگانی در کشور، همچنان صدمه زدن به خاطر اقتصاد کشور ما چی باید باشه؟ خب شما شاید هستین چند هفته گذشته ما بیشتر از هموطنان خود از دست دادیم و بیشترشان زخمی شدن در حادثات مختلف که هم هموطنان ما ترس خوردن، هراس در وجودشان جا گرفته، حتی نمیتونن بازشان از خانه خود با وجود مشکلات امنیتی که داره است نمیتونن که برن. حتی تهدیدهایی که وجود داره در ساعات مختلفه که اعلان شده از طریق ادارات مختلف که گشت و گذار در اوسا نکنین، مشکلات وجود داره که مردم نمیتونن برن به بازارا به شکل سابق، از خریداری هم اجناسی ضرورت دارن خریداری کنن. و دوم دیگه سرمایه‌گذارا اونا هم علاقمندیشان کم شده به افغانستان که سرمایه‌گذاری کنن، چون شما میبینین سرمایه‌گذاری میکنن ولی در یک بار حادثه که رخ میده تمام سرمایه‌شان از هم میپاشه و از بین میره، که یکی از عوامل است. و دیگه عواملی که سرمایه‌گذارا نمیخوان سرمایه‌گذاری کنن، مشکلات که دارن تو یک منبع مشخص نیست که اون مشکلات از اونا را به حکومت در میان بگذاره. اگر وجود دارم به اشخاص محدودی وجود داره و سرمایه‌گذارا از لحاظ هم اونا دلسرد شدن و برشان یک راهی نیست که اونا با مقامات دولتی به تماس شوند و مشکلات خود بگن. حکومت باید تدابیر در عرصه امنیت و در عرصه روابط و تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر تلاش کنه، که ما شما شاهد هستیم که در مدتی که جریان‌های سیاسی حکومت بیشتر مصروف ساخته و سرمایه‌گذارا علاقمندی سرمایه‌گذار را هم نسبت به امیدواری که داشتن نسبت به حکومت فعلی وجود نداره، که من از حکومت خواهشمند هستم که مشکلات سیاسی داخلی را هر چه زودتر مرفوع سازن و از نگاه نهادهای امنیتی خواهشمند هستم، از مردم خواهشمند هستم که تاجرا در حالات بسیار دشوار همراه مردم خود بوده و هستن، اینا را تشویق کنند در تامین امنیتشان، در تامین امنیت سرمایه‌گذاریشان با تاجرا و نهادهای امنیتی همکار باشند.
آقای صدیقی، در فعلی که فعلا حملات تأخیر باعث کاهش داد و ستود در بازارهای کابل شده است، حال هم میبینیم که با تیره شدن روابط بین افغانستان و پاکستان بعد از حملات تأخیری که همیشه روز گذشته ما دیدیم که نمایندگی از افغانستان مثلا آقای استانکزای و وایس احمد برمک به پاکستان رفتن با یک سلسله اسنادی که به دست آورده بودن و حال میبینیم که اینجا گفته میشه که این خودش تیره شدن روابط بین افغانستان و پاکستان صدمه میزنه بر اقتصاد. وقتی که روابط بین دو کشور تیره میشه، اینجا روابط اقتصادی هم صدمه میبینه. خود دیدن روابط تجارتی بین دو کشور چقدر میتونه به ضرر کشور ما باشه، در حالی که آقای الکوزای گفتن که ما بدیل دیگه، ما تنها با پاکستان روابط تجارتی نداریم، ما با کشورهای دیگر مثلا تاجیکستان، هندوستان، ازبکستان، این کشورها هم ما دوستی تجارتی داریم. یعنی چی فکر میکنین که در چنین شرایط ما باید روابط تجارتی خود با پاکستان به کلی قطع کنیم؟ این میتونه به نفع اقتصاد کشور ما و به نفع امنیت ما باشه، و یا باید یک سلسله گفتگوهای با حکومت پاکستان صورت گیره به خاطر بهتر شدن روابط تجارتی بین دو کشور؟ خب شما همه در جریان هستین، هر کشور از خود اتاقای تجارت دارن، اتاقای تجارت بین المللی دارن و اونا میتونن، این اتاقا یکی از خانه هایی است که به خاطر حل مشکلات تاجر ایجاد شده که اینا باید از بین اتاقای تجارت پاکستان و افغانستان اینا با هم بشینن مذاکره کنن و مسائل سیاسی مطابق با قانون تجارت اونا سبب نشه که در روابط تجارتی یا روابط اقتصادی ما صدمه وارد کنه و مسائل حیاتی که از افغانستان به خاطر نامنیایی که وجود داشت با ثبوت رفتن به پاکستان، پاکستان با تیره بپذیره که خودش یک روز هم قربانی اعظمی عوامل از داخل حکومت خود خواهد شد، از داخل کشور خود که مردمش امروز که امسایش نامنی بسر میبره، فردا ای هم سبب از این خواهد شد که به کشور خودش نامنیا سرایت کنه و مشکلات ایجاد شوه که باید از در تامین امنیت باید از بیشتر با ما همکاری داشته باشه و اشخاصی که و گروه های تروریستی که در کشورشان فعالیت داره او را گرفتار کرده و با پنجه قانون و با سازمان ملل متحد تسلیم کنه. ما همراه ممالک مختلف تجارت داریم، ولی منابع نزدیکتر و هزینه کمتری که تاجر به او بیشتر توجه داره مملکت پاکستان است که هاشتا هاشتا تاجرای ما از صدمایی که بیشتر برشان حکومت پاکستان وارد کرده اونا بدیل های مختلف راه مختلف را از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و دیگر ممالک همجوار ما که هستن اون از اون میخواین که واردات داشته باشن. یعنی آقای صدیقی میشه بگیم که قطع روابط تجارتی با پاکستان میتونه به نفع هم اقتصاد کشور ما باشه و هم به نفع امنیت کشور ما؟ خب در شرایط فعلی بدیل های ما داریم، میشه که از ممالک مثلا بدیل کشور پاکستان بندر باگه و یا بندر کراچی، ما کدام بندر را میتونیم مثال بدیم که از او راه تجار ما میتونه که صادرات و واردات داشته باشیم و هزینیش هم کم باشه و تجار ما هم بتونه که از او نفع بیشتر ببره و بتونیم که در رشد اقتصاد کشور ما هم گزینه داشته باشیم؟ خب ما قسمی که خدمت شما عرض کردم، ما از راه های ایران میتونیم که ما واردات و صادرات خود داشته باشیم، در صورتی که پاکستان خود ایران امرای ما موافقت نامه داشته. کشورهای تاجیکستان است، ما راه های هوایی هم داریم، فعلا کارگوهای هوایی و شما معلوم است که
ایجاد شده در تمام کشورها، میتونیم ما توسط هوایی کمالات کنیم و از ممالک کشورهای دوست که آمدن اونا در تامین امنیت همراه ما همکاری میکنن، از اونا هم کمک بخوایم در عرصه صادرات و واردات و همچنان انتقال بیشتر ما مملکت واردات هستیم. اینا چقدر میتونه که هزینه کم داشته باشه و در پلوش مفاد بیشتر داشته باشه، چون از طریق هوایی شاید هزینه بالاتر تاجرای ما بپردازه که وی میتونه که از این منافع بیشتر ببریم. خب هزینه بیشتر داره دقیقا، ولی مشکلات امنیتی از این که در اموال تاجر ما که در اوجا پک میشه بلتی میشه و به افغانستان داخل افغانستان میشه، داخل اموالشان خدای ناخواسته بم گذاری شوه و بم داخل کشور ما بیه، موادای انفجاری داخل کشور ما بیه، از این بهتر است که از هزینه بیشتر که الترنتیو خوبتر از به کشور ما از او گزینه استفاده شوه و ما راه های ترانزیتی هم داریم که همراه ایران است، همراه ازبکستان است و سایر کشورهای دیگه است. شما ببینین که ما فعلا همین خط ریل از حیرتان فعال شده، میتونیم از او طریق اکمالات بیشتر خدا کنیم. ما از طریق چین میشه که ما از طریق چین روابط خود بیشتر با کشورهای دیگه ایجاد کنیم، از طریق ایران میشه که ما به ممالک کشورهای دیگه و از طریق هوایی میشه که ما به طرف ترکیه و ممالک اروپایی میشه که ما صادرات قالین خود، صادرات تولیدات صنعتی خود داشته باشیم و از ممالک که نزدیک ماست، همجوار ماست، اون از میشه که ما مواد اولی خود وارد کنیم به افغانستان. آقای صدیقی، تقریبا حکومت تا کنون همیشه ما واردات داشتیم، چقدر باید زمینه رو مساعد بسازه بر صادرات به کشورهای ما؟ فعلا صادرات ما مواد خشک است، مثلا قالین است، اکثرا ما به کشورهای آسیایی صادرات داریم. چقدر حکومت در پلوی واردات بالای صادرات باید کار کنه و چقدر زمینه رو مساعد بسازه بر صادرات به کشورهای اروپایی که خودش میتونه که هم تولیدات اقتصاد ما رو رشد بده و هم تولید کنندگان داخلی رو زمینه رو بر تولیدات بیشترشون مساعد بسازه و این خودش میتونه که در رشد اقتصادی ما بیشتر کمک کنه. خب حکومت قرار که شما در جریان هستین تلاش دارن که اینا پالیسی استراتژی واردات صادرات خود تجدید نظر کردن و زودترین فرصت انشالله شاید نهایی شوه از طرف ICT که اونا تلاش دارن بیشتر واردات صادرات خود بیشتر به ممالک اروپایی بسازن و تاجرایی که علاقمندی دارن به پکیجینگ مواد پکیجینگ میوجات خشک که اینا رو از بنام افغانستان به کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی اینا رو صادر کنن، اینا علاقمندی بیشتر دارن. در قدم اول ما باید از سیستم پکیجینگ ایجاد کنیم که اونا به صورت درست و همچنان صحی به ممالک اروپایی و به ممالک آسیایی که ما امراشان تجارت داریم. سال هاست که ما سر پکیجینگ گپ میزنیم که پکیجینگ ما معیاری نیست، آنچنان که کشورهای اروپایی با او معیارها برابر نیست که ما باید صادرات داشته باشیم. اما چرا حکومت و طاقت چرا سر این موضوع کار نمیکنه بالاخره که ما او چنانه که باید پکیج کنیم بر کشورهای اروپایی روی کار کنه تا ما بتونیم که میوه‌جات خشک ما را مثلا جلغوزی، سیاه، پسته، بادام و دیگر میوه‌جات خشک ما را خود ما به نام کشور خود پکیج کنیم و به کشورهای اروپایی صادرات داشته باشیم؟ قسمی که ما در گزارش هم دیدیم که فعلا در منطقه کابل هم نسبت حملات اخیر فروش چند نداره و بازار هم آنچنان رونق و زرق و برقش از دست داده، باید ما سر
صادرات ما کار کنیم. اینجا چقدر چرا حکومت تا کنون بالای پکیجن کار نکرده؟ خب در کشور که ناامنی بود و به فروش نرسید باید به کشورهای دیگه به قیمت بالاتر به فروش برسانیم. خب قسمی که هم ما شما در جریان هستیم ناامنیای وجود داره با پکیجینگ کمپانی های خارجی باید هست در افغانستان به کمپانی های ترکی بودن اونا رقمندی داشتن نباشه این کمپانی ها و این سرمایه گذاری چون نتیل میکنن که بینده اینجا سرمایه گذاری کنن میخواستم امیر خدمت شما عرض کنم نسبت نبود امنیت مشکلات و کشمکش های داخلی به یک مدت این کمپانی ها سرمایه گذاری خود به تعویق انداختن کمپانی های ترکی می آمدن به بخش پکیجینگ همی میوجات خشک سرمایه گذاری می کردن و کمپانی های بودن کمپانی های تولید بود کمپانی های ترکی بودن که می خواستن تولید خود در افغانستان داشته باشن که نسبت همین مشکلات که وجود دارن نتونستن سرمایه گذاری کنن و بیشتر تاجرای ما که همراهشان در اوجا به تماس هستن در کشورهایی که هستن اینا را تشویق می کنن که بیاین در مملکت ما سرمایه گذاری کنن و حتی بعضی تاجرای ما تلاش کردن برشان وعده دادن که اونا تامین امنیت میکنن هم با اشخاص مسلکیشان که در یه عرصه ما از حکومت خواهش مند هستیم که در تشویق سرمایه گذارا کوشا باشه و در جستجوی بلند بردن سطح اقتصادی و سطح تولیدی و رکود اقتصادی که فعلا مملکت ما به او روان است این را باید از جلوگیری صورت بگیره و مسائل امنیت تاجر در اولویت قرار بده تا ایجاد شغل به تمام هموطنان ما در کشور و مشکلات که فعلا سر راستن او مرفوع گرده و کشمکش هایی که فعلا وجود داره حادثات که وجود داره و از هموطنان ما خواهشمند هستیم تا تظاهرات مشکلات که باعث ایجاد مشکلات به نیروهای امنیتی میشه و همچنان ایجاد مشکلات به سرمایه گذارای ما میشه که دکانهای خود و تمام اموال خود اونا وارد میکنن به تعویق مفته و مشکلات برشان ایجاد میشه از اینا خواهشمند هستیم که از این حالت ها در حالت کنونی خودداری کنن تا و اینا نظر بتن به حکومت طرحهای بتن به حکومت که اونا به اصلاحات به طرف اصلاحات بره خدمت شما عرض کنم تمام حکومت ها نکات زفت داره مشکلات داره ولی همین مردمش هست همین تاجرهایی هستن همین اشخاصی که بلندپایی که هستن که به خاطر رشد اقتصادی کشور خود کار میکنن اینا نظریات خود به حکومت میده طرحهای خود به حکومت میده تا جنبه عملی بگیره در صورت که جنبه عملی نگرفت وقتی که مردم با حکومت همکار نباشه طبعا حکومت به مشکلات مواجه میشه ما باید بس همکار باشیم تصدیق شما میگن که مردم و تجار ما با حکومت همکار نیستن خب تجار ما اکثر این کوشش دارن که در داخل کشور سرمایه گذاری کنن سرمایه شون به داخل کشور انتقال دهند اینجا سرمایه گذاری ولی در صورتی که امنیت نباشه تجار چگونه میتونه که سرمایه گذاری کنه در داخل کشور و با حکومت همکار باشه در قسمت سرمایه گذاری و رشد اقتصاد هدفم سرمایه گذار نبود سرمایه گذار تاجر اینا سرمایه گذاری خود میکنه علاقمندی بیشتر داره و سود بیشتر هم میبره در این حالت مفاد بیشتر هم ولی از مردم خود خواهشمند هستم با نیروهای امنیتی ما با حکومت ما اشخاصی که ما بالا یکی دیگه انتقاد میکنیم انتقاد بجا کنیم انتقاد ببینیم بعضی دوستای ما که در برنامه‌ای که بوده اینا انتقاد کردن ولی پسان باعث خشونت بین خودشان از برنامه خلاص شدن بین خود زد خورد کردن و جنبه‌های سیاسی گرفته کزی خودداری کنن و مردم در تامین امنیت با حکومت هم کار باشه با پلیس هم کار باشه با نیروهای امنیتی کشفی ما هم کار باشن
تا از این حادثات، از این عملات باید از جلوگیری صورت بگیره. مملکت ما رو به انکشاف است. هیچ همسایه ما نمیخواهد که افغانستان آرام شود و هر کدام به سهم خود ایجاد مشکلات میکنن تا خود ما دست بند بریم و از سرمایه‌گذارهای خود خواهشمند هستیم که در هر حالت با مردم افغانستان بودن سرمایه گذاری کردن. ازشان خواهشمند هستیم که با سرمایه گذاری خود ادامه بده و مردم همکارشان باشه. ما در خدمتشان هستیم، تمام جوانان در کنارشان هستند. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از آقای حکیم الله صدیقی و گواه اقتصادی که در وسط این ساعت با ما بودن. سلام پوران دیگه ولو سره بیا هم تاسو خره خلاص بیا زموږ خبرونه هم دوام لري. پاکستان ومنله چې له خاوري طالبان په افغانستان کې د بریدونو لپاره کار اخلي. دول وړ پوری امنیتي چارواکي اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو طالبانو د حضور د طرحګرو د مرکزونو او مدرسو پاکله پاکستانی لوري ته اسناد وړاندې کړل چې له همدې ځایونو په افغانستان بریدونه پلانېږي. په دې اړه په مکرې دغه چمتو کړی ریپورت ته وروسته پرې بحث کوو. حملات اخیر هراس افغانی در پایتخت کار را به جای کشید که رئیس امنیت ملی و وزیر داخله با یک دست شکایت و سندهایی که در آن نشان می‌دهد پاکستان از هراس افغانی حمایت می‌کند به اسلام آباد بروند. پاکستانی که بارهای بار حضور طالبان در خاک خودش را انکار می‌کرد، اما از قول رئیس امنیت ملی این بار اسلام آباد به راحتی پذیرفت که طالبان از خاک آن کشور بر ضد افغانستان استفاده کرده است. ای فقط معلومات استخباراتی نیست، بلکه معلومات دقیقی است که در نتیجه تحقیقات به دست آمده و یه تحقیقات نشان میده که کی در کجا بود، از کدام مرجع سلاح گرفت، در کجا به حساب اونا را تربیه کردن و از کجا برای از یا رهنمایی صورت گرفتن. یعنی با این جزئیات ما در این قسمت رفتیم. در گذشته این کار بود، در این دفعه اعتراف با محدودیت. چهار فرد دستگیر شده در حمله اخیر کابل از سوی امنیت ملی سرنخی را به دست امنیتی ها داده که در آن ارتباطشان با گروه های شورشی در خاک پاکستان را نشان می دهد و به باور امنیت ملی این شواهد غیر قابل انکار برای اسلام آباد است. ثبوت هایی را که داشتیم و در این زبان مراجعی را که در این دخیل بودن و افرادی که در این دخیل بودن با تفصیلات و جزئیات از اون معلومات ارائه شدن و از اونا خواسته شدن که این افراد باید دستگیر شود و به جانب افغانستان تسلیم داده شود. در همین حال وزیر داخله میگوید کانها از مقامهای پاکستانی خواهان اقدام جدی و عملی پاکستان بر مبارزه با هراس افغانی در خاک خودش شدند. در رابطه به می دستور شما ارائه کردین، ما اقدامات عملی خود را آغاز میکنیم و بعدا بر شما پس دوباره بر شما احوال میدیم. آقای برمک گفت که قرار است هفته آینده هیئتی از اسلام آباد به کابل بیاید و در مورد اقدامات پاکستان به مقامهای افغانستان معلومات بدهند. اما سفارت پاکستان در کابل میگوید هیئتی که از آن کشور میآید روی موضوعات مبارزه با هراس افغانی، صلح و مهاجران مقیم آن کشور بحث خواهند کرد. هم دغه موضوع باندې تمکی کو سټډیو کې مسره محمد نادر معمار سیاسي شنون کې دی بحث ولود سره وکړم. تاسو خره غلاس وې قربان مننه ډیر مننه کوله تاسو نوم خپل معمار ته ملي والی حکومت کار په پایل کې هم کرشي حکومت را مس شو تشکیل شو دوی د پاکستان سره د خبرو اترو د نتیجې ته ډیر لیواله و. یعنی دا چې ډیر خوشبيني خود له شي له پاکستان سره به خبرې اترې نتیجه ورکړي. د دې ترڅنګ د شمی په فصل کې تل پاکستان د هڅه کوي چې د سولې خبرې رمخته کړي او افغان حکومت بوخت وساتي او دغه تجربه ثابته کړې ده. اوس په افغان پلاوی تک پاکستان د دغه حساس او شرایطو کې تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا کارنده به وسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه اجازه راکړئ چې تاسو ته تاسو تلویزیون درنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د افغان حکومت د ملي یووالي حکومت دغه یو خوشبيني ده. کمو لګشتاسي ول مخک تجربه ته وګورو، موږ د هغه چانه سره وړو چې هغه اصلا هغه سل مونږ راکینه دا ثابت شوه دی. تاسو وګورئ خلاف دی هغه نور بن ملی نورمونو نه کله چې د افغانستان جمهور رئیس جناب ډاکټر اشرف غنی
قدرت ته ورسیده اولین سفر وکول پاکستان ته لاړل د دغه نظامی سٹاف ته لاړل لاهور ته دغه فکر کوم چې د رئیس جمهور د شان لپاره په هغه وخت کې هم درسته نه و او لکه دغه اوس چې دغه کوم سفر رئیس عمومی د امنیت او جناب وزیر داخله پاکستان ته لای او دوی ادعا کوي چې پاکستان منلی ده. زه فکر نه کوم چې پاکستان یو سلاتیا درجه یو ځلې دغو نه وسرخیږي نه خپل هغه کړنې چې دوی په جریان د کلونو کلونو د افغانستان د خلکو په وژنو کې دوی ترهګر روزلی دي نو دوی به دغه ومني. خو دغه به زه فکر کوم چې یوه خوشبیني به وي او لکه چې تاسو یې اشاره ورته وکوله دغه کله چې ژمی را رسیږي نو په دې خاطر چې هغو ساحو ته چون دښمن یا مثلا د افغانستان د حاکمیت یا د افغانستان د حکومت مخالفینو ته هغه سه امکانات یا هغه سه شرایط نه مسیدیږي چې دوی وشي کولی چې د افغانستان د زړور مسلح قوتونو سره دوی مبارزه وکړي یا جنګ وکړي. نو بنان د وخت د ضایع کولو لپاره همیشه دغه سه بهانې د پاکستان له خوا نه زه د تاییدوم چې دوی هڅې کوي چې افغانستان خصوصا په ژمي کې وخت تلف کړي وخت ضایع کړي او د هغو لپاره دوی وخت وګټي. نو زه فکر کوم چې که د دې په اساسي هغه علتونه نو عواملو او هغه موخه ده چې اوس د افغان حکومت ویاندویان همیشه ادا کوي چې مخالفین په جنگ په جبهوي جنگونو کې دوی ماتې خوړلې دي او دوی د هغه شکستونو په خاطر خاورونو ته توجه یې زیاته کړې ده. زه فکر کوم چې دا خبرې دي چې دوی اصلا ځان ته غواړي چې مثلا یو تسلی ورکړي. د افغانستان خلک اوس هغه سترګې د دوی ورځ تر بلې هغه مسایل دوی زموږ نه ډېر قدر کولی شي په دې چې تاریخ دی دوی خپل په تاریخ کې ژوند کوي او دوی روزمره دغه مسایل ګوري. تاسو که دغه وروستۍ حادثې ته متوجه شو موږ او تاسې د 250 نه زیات کسان ټپیان او شهیدان شو که دغه هر یو نفر د یو فامیل حساب کړو نو دا 325 فامیلونو دا 250 فامیلونو که په 450 کړو نو په زرهاو کسان په مایه ورځ په غم باندې کېناست د غم په ټغر باندې. نو زه فکر کوم چې دغه هڅې چې کیږي او دا به وخت ثابت کړي. پاکستان باندې زه اوس هم باورمند نه یم په دې چې هغه تر څو خپل موخو ته ونه رسیږي یعنی هغه د افغانستان معمار صاحب فرق صرف تومره دی چې وړاندې پاکستان نه منل انکار کوي چې دوی په خاوره کې ترهګر موجود نه دی له دغه ځای څخه دوی نه تمویلیږي نه تجهیزیږي اما دا ځل په یو ډول په یو شکل محدودیتونو سره دوی منلی ده چې دوی له خاورې څخه ترهګر استفاده کوي او دوی په خاوره کې ځالې لري. دغلته په اوسنیو شرایطو کې څه باید وشي په موږ خپله څه باید وکړو له امریکا څخه څه ډول غوښتنې ولرو چې امریکا پر پاکستان باندې څه ډول فشارونه واچوي عملي اقدام وکړي څه باید وشي دغه شرایطو؟ زه فکر کوم چې دغه به زموږ د حیات پلاوی خوشبینی به چې پاکستان منل تر اوسه پاکستان دغه موضوع تایید کړی نه ده چې دوی ترهګر په دوی په خاوره کې شته او کله چې د میډیا نه یا د تلویزیون افغانستان خلک موږ تاسو وکتله نو هغه وخت په دې باندې به قضاوت کولای شي. اوس هم هماغه مسله چې یک طرفه یې ده چې دغه کېږي ولې زه فکر کوم چې موږ افغانستان حکومت باید څه وکړي او افغانستان حکومت لپاره ډېر لارې شته. په تور مثال موږ امنیتي او ستراتیژیک تړون لرو د متحده ایالاتو سره او د ناټو سره په یوازې د دې چې فقط د شوه پوسټ په تر شوارنو پورې محدود دی. موږ اوس هم خوشبینی یو چې امریکا داسې وویل ټرمپ هلته وایي چې پاکستان پرتباد یوه خبره کوي موږ دلته ډولونه را واخلو دلته اټنونه ورته شروع کړو ولې دا صرف شعارونه تر اوسه عملي بڼه نه لري. که چېرته موږ هغه وخت د دې شاهدان اوسیږو چې د پاکستان د حکومت یا په ګاونډ کې نور داسې هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي که دوی تور د امریکا تور لست ته لاړله که دوی بندیزونو ته لاړله که دوی حکومتونه بندیزونو خوا ته لاړلنورو هیوادونو پسیر نو هغه وخت موږ باید یقیني کېدای شو چې امریکا د شعارونو نه وتلی دي اوس او عملي کارو ته راوتلی. خو زه فکر کوم چې که چېرته د افغانستان حکومت بیا هم یوازینی مرجع چې دوی په زیات فشار راوستی شي یا توقع ورنه کولی شي هغه د امریکا متحده ایالاتو او د هغه د متحدینو نه دی چون موږ سره امنیتي تړون لري. نو موږ افغانستان حکومت باید نهایت کوشش وکړي که چیرې دا توان لري که چیرې دا جرأت لري که چیرې دا کولی شي نو دوی باندې فشار راوړي چې عملي اقدامات وکړي او هغه فکر کوي په دې وروستیو کې چې اوس ترامپ د وروستي فشارونه پر هغه باندې پاکستان باندې اچوي او د دې ترڅنګ اوس ویل کېږي چې ترامپ خپل پوځي
قمندانانو ته امر کړی چې پوځي اقدامات وکړي د پاکستان په خاوره کې صلاحیت ورکړي دوی ته د غړول اقدامات فکر نه کوي د لدی وروسته پر پاکستان باندې ډیر شي فشارونه ډیر شي او عملی اقدامات به هم وکړي امریکا؟ زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتو په سیاست کې یعنی د دوی په خبرګرونو کې د دوی په نظریاتو کې هم توپیرونه شته. تور مثال رئیس جمهور یو سوی جدي یا اختار ورکي یا مثلا سندن ورته کوي کو سندن کوي ورته ولې د پسند کې کله چې وزیر خارجه راځي بیا هم په پاکستان نه هیله کوي لکه یو څوک ګوري هغه جدیت او د خبرې ډېر سره تفاوت لري خوشدار تر غوښتنه ډېر بالکل همداسې په افغانستان کې هم دغسې ده موږ ډېر تیز لاړ شو ولې بیا وګورئ چې موضوع بېرته پاتې نورو مسایلو ته د خلکو توجه هغه سیادي مسایلو ته توجه اړول کېږي چې لکه دا اوس زه دغه پاکستان ته د دوی وروستی تګ زه فقط دا د هغه قهرجنو افغانانو چې نور ستړي شوي دي د هغو دغه قهر د کېنولو په خاطر باندې دغه یوه هڅه ده ګرچې حکومتونه دا وظیفه لري ولې زه فکر کوم تاسو مسئلې ته لازم داخلي بورډ ته ګوري دا خو په خارجي بورډ کې مونږ کولای شو چې د امریکانو دوی نه باندې فشار راوړي ولی په داخل کې د قدرت جزایر چې په افغانستان کې دغه اوس شته دغه په ولایتو کې په ولسوالیو کې دا ستر عامل دی اصلا چې دغه حکومت کمزورتیا زه فکر کوم چې په همدغو کې نغښتې ده کابل خارته باوز له کمربندونو باوز له دوغونه یو نظامی حالت غوړه کړی کابل چې دوغونه هر یو برخه ته چورشي تلاشي ده امنیتي پوسټی دي ولی به هم دغه څه عمل کوي آیا مونږ تجربه نه اخلو یا مان دلالت پر دې کوي چې زمونږ امنیتی ځواکونه کې چې هغه قهرمان ځوانان چې شهیدان کیږي او د وطن دفاع کوي د هغه مدیران ضعیف دي چې دا هغه مدیریت نشي کولای ولی مسلکی کونه دونه چې مراجعه کوي هغه هیواد ته چې په لزګونو ځل مخکنی رئیس جمهور ورته تلای او دای مرنه غوښتنه وکړه ټول همدغه غوښتنه کوي ولی بیا موږ هغه خپل اصلي فاکتورونه ته متوجه کیږو چې موږ خپل امنیتی ځواکونه فساد نه پاکو مسلکی کو پروفیشنلی کو او هغه مدیران ورته وټاکو چې دوی افغانستان خلکو ته تعهد ولري تاسو د یو چا نه څنګه توقع کولی چې هغه ټول فامیل په خارج کې اوسیږي د هغه اولادونه په خارج کې اوسیږي او دوی په افغانستان کې د یو ډیپلوماټ بیک سره او د یو پاسپورت کې ویزه لګیدلې او تیار فقط دوه جوړ جامو سره راغلي چې کوم حالات نورم خراب شي دوی بیرته لاړ شي خپل اوپن تیار ویزه لري یعنی اوپن ټیکټ هم لري تیار نو زه فکر کوم چې دا هغه عوامل دي چې د افغانستان حالت دی دغه سرحد تر سهولې دی بیا هم په داخل کې تر سوچ موږ اتحاد ونکو مثلا د افغانستان حکومت لپاره په کار دی چې ګوري پام دی پاکستان کې نور هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې په ملي مسایلو کې ټول احزاب راغواړي ټول احزاب د دوی شورا لري سیاسي ګوندونه راغواړي دوی سره تصمیمونه نیسي چې ملي مسایل دي ملي مسایل خو د یو حزب یو شخص پورې مربوط نه بلکې ټول افغانانو پورې مربوط دي نو څه کوم دغه عوامل دي چې دوی توجه ورته نه کوي باید د هغه مترقی سیاسي دیموکراتیکو قوتونو نه خاصتا دوی مشوره واخلي دوی ورسره ناسته ولاړو کې امنیتی ځواکونه د مسلکی شي او د په څنګ کې مدیران هغه مدیران چې د مسلک سره ارتباط دی ولري یو څوک مسله د 10 فکر کوي چې یو ډاکټر داسې انجینر په ځای لګي نو تاسو څنګه کولی شئ کار په بلل شي بل دا چې ملي اجماع عام پوهوي د افغانانو ګوري دغه یو حالت بدبختانه ډیر متاسف هم ورته چې دغه یو حالت په کابل خار کې بنور ولایتونو کې پر لپسې کیږي ولی بیا هم موږ نشو کولای چې دغه یو وخت دی چې افغانان ټول په دې باندې پویږي چې موږ باید سره یو شو هم بیا مدیریت نشته بیا هم توجه نشته بیا هم شخصي ګټو تخلق هم دغه فرصت نه په بهرني هیوادونو او بهرني کړه هم استفاده کوي بالکل استفاده کوي ګوري یو خو د هغو سترو هیوادونو ګټې دي چې هغه لکه طوفان په دې وړو ملکونو راځي او خیران هغه مدیران چې خیران دي هغه حکومتي مسولین هغه ځان سنډي ته کوي طوفان پردیکټ مخکې لري لاټي ولی یو په منطقه کې د بازي هیوادونو ګټې دي مثلا په گاون کې د بازي هیوادونو ګټې دي چې دغه ګټو ته مونږ نو باید مدیریت وکړو مونږ د نورو ګټو ته او خپل ګټې څنګه پاغوي ومنو دا یوازې جنگ د حل لار نه ده کسونه په جنگ هر څوک تاکید کوي زه فکر کوم چې اخر به مذاکرات ته بزو اخر به سره قناعت کوو اخر خواله معمار اوس پاکستان چې اصلا د سولې خبرو ته باور نه لري کې درلود دا څو ناسې چې په پاکستان کې په دې 13 کلونو کې تر سره شوې دي نتیجه به ورکول د دې ترڅنګ اوس امریکا هم ویلي چې دوی هیڅ نه غواړي چې له طالبانو سره خبرو اترو ته کینی او سوله وکړي دوی به طالبانو ته د جګړې په ډګر کې ځواب ورکړي فکر کوي اوس چې د سولې په پروسه باندې د سولې په مذاکراتو باندې هیڅ کار نه کیږي او هیڅ وګ دې ته لیوالتیا نه لري تاسو وړاندې ویلي د جګړې لاره کې دای شي د افغانستان جګړه مهار
زه فکر کوم چې د جګړې له لارې خو مهارېدی نشي، په دې نشي کېدی چې جګړه بالاخره د سولې لپاره ده، جګړه بالاخره د ګټو لپاره ده. او دا هغه وخت تمیدی چې موږ د چا نه څه وغواړو څه ورکړو. ګورئ دلته په ټولنه کې داسې ډېرې خبرې شته چې موږ دغه اوس که داسې یو اقدام د پاکستان نه غواړو، بس رعایت ځیو دا کوي او هغه دستي مني. دغه تیر کلونو کې لکه چې تاسو وویل څونه د دوی تخریبي اعمال یا تخریبي ډلې یا جلوی هغه د دنیا ټول افراطیان یې راټول کړي دي، او بالاخره افغانستان ته زمینه مساعده چې راشي د افغانستان جنګ توده وساتي، بالاخره یو مطلب لري. هغه مطلب زه فکر کوم چې د پاکستان غوښتنه یا په ګاونډ کې نور داسې هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت واوسېږي. دوی زموږ د طبیعي منابعو هغه موخې ته دوی رسېدلي دي، یعنی دوی په جنگ کې دغه خپل موخ ته رسېږي. تور مثال ګوري په ایران کې تاسو متوجه شئ زموږ د اوبو نه مفت استفاده کوي پاکستان حاصل قیاس، یا په دغه نورو مسایلو کې ګوري که افغانستان حکومت جدیت لرلی وای دغه ډیورن هغه فرضي کرخه چې حتی موږ هغه افغانان نه مني او نه د منلو دی، ولې بیا هم څلوېښت کیلومتره دوی د افغانستان داخل ته راځي او ازغند دغزن سیم ورنه تاوي، موږ څه عکس العمل کړی دی؟ نو راځو دغې خبرې ته چې د امریکا د رئیس جمهور دغه ګواښونو ته او ګوت سنډرو ته زه تر هغه وخت په دې باورمن نه یم چې تر څو دوی عملي ونه کړي چې ما مخکې اشاره وکوله. دوی تاجرات ته دې ورشي، دوی په لوړ پوړي چارواکو باندې دوی بندیزونه ولګوي، اقتصادي بندیزونه دې پرې ولګوي. اوس موږ په دې خوشحاله یو چې د دوی نظامي بخش ته والا یو څه پیسې ورکولې، هغه موقتا ځنډولی دی، ولې دوی تور لیست نه اچوي؟ ولی نور بندیزو ته سربیره پردیش پیږي، امریکا د خپل ګټو په خاطر ګوري د عربو د بهار چې امریکایان ورته نوم ورکړی و چې بهار سبز په عربو کې حکومتونه تغییر شو، تاسې که موږ تاسې لږ توجه وکړو نو دغه ملکونه ټول د امریکا متحدین وو، د دوغوی مشران ټول متحدین وو. تور مثال مصر به یاد کړو، یا مثلا نور لیبیا یا نور، دوی ټول د امریکا سره دوستان وو. ولې دوی د خپلو ګټو په خاطر بالاخره داسې شرایط آماده کړي چې د دوستان دې نو نوي دوستان ته ځای ورکړله. دا زه فکر کوم چې د پردو په اوږه باندې سر ایښودل او همیشه د هغو نه توقع کول نه به درست نه وي. ګورې افغانستان خپل تاریخ لري، که موږ خپل تاریخي پاڼو ته لږ واړو ورشو، افغانستان داسې باباګانو نیکاګانې درلود، لکه ګوره احمد شاه بابا، لکه میرویس نیکه، هغه احمد خان چې احمد شاه بابا په 25 کلنۍ کې داسې مدیریت یې وکول چې د هندو تر سرحداتو پورې، مثلا تر نور مملکتونو پورې د افغانستان بیرغ یې پورته کړل. موږ د هغې اولاد یو، موږ خپله ایډیالوژي لرو، خپله عقیده لرو، ولې خپل تاریخ ته نه ځو؟ ولې موږ د خپلو مشرانو تجربو نه استفاده نه کوو؟ موږ ولې احمد شاهي لشکر نه جوړوو؟ که هغه وخت احمد شاه د تورې لښکر جوړوو، اوس موږ تورې لښکر تیار لرو، زموږ امنیتي ځواکونه د ویاړ دي، موږ په دې باندې ویاړو که د درېګونو قواو نه. ولې د ده په څنګ کې موږ ګور هم د جرګو خلک باید اوسو، هم د مرکو. جنګ د حل لاره نه ده، زه به په دې بیا هم تاکید کوم، جنګ د حل لاره نه ده. لسو کلونو کې په هغه په شکل باندې چې په باید شاید ډول باندې ترسره شوی وای، د سولې په پروسې باندې کار وشو. ګوري اصلا ما مخکې اشاره وکوله، تاسو د حکومت د ډاکټر په ځای انجینر یې ولېږه، یا د انجینر په ځای ډاکټر یې ولېږه. د سولې په شورا کې کېدای شي بعضې یو تعداد خ دوستان مه وطن دوست دوستان به همي د وسړیت نه کی، ولی زیاتره هغه کسان دوی په دغه سولې شورا کې دوی وته ځای ورکړل، بغیر له دې نه چې ماشونه او امتیازات یې واغشتله، دوی د جنگ اړخونه وپخوا. نو دوی چا سره چې جنگ کړي، نو دوی د سولې په نوم باندې څنګه هغه کولی شي هغه راوغواړي او دعوت یې کړي؟ متاسفانه چې په دغه پروسه کې هغه څه چې په کارو هغه څه حکومت عملي ګامونه وانغښتله، به دې په عوض دی چې هغه پیسې چې که په معارف کې لګېدلې وي د نه به ښه نتیجه یې ورکړې وای، که هغه پیسې په صحت کې لګېدلې وي، صحت عامې په وزارت کې په مربطات کې لګېدلې وي، ډېر شبخانې به جوړې شوې وای، که هغه په توریزم کې به لګېدلې وي، موږ به ډېر سیاحین درلودلې وي، که هغه د نورو بخشونو کې لګېدلې وي دغه وطن کې پیسې عباس شوې، په میلیاردو روپۍ عباس شولې. بیا هم بله بدبختي په دې کې دا ده چې کله چې یو څوک په حکومت کې راشي، هغه چې حقایقو باندې خبرې وکړي، یو څوک په حکومت کې قدرت لري، کله چې قدرت نه غاړې ته شي، نو هغه حکومت بیا هغې ته تبلیغات او پروپاګند په شروع کړي. زه فکر کوم چې د اساسي حل د افغانستان لپاره فقط په دوه نقطو کې ده. یوه نقطه چې موږ په بین المللي متحدینو نه عملي
ګامونه ورنه وغواړو چې باید که تاسو چیرته خپل منافع دلته لرئ، که تاسو په افغانستان کې اوسېدل غواړئ، که تاسو زموږ جغرافیه غواړئ چې استعمال کړئ، یا د نه ګټه پورته کوي، زموږ ګټه به دا وي چې په تړون کې هم شته د افغانستان باندې چې تعرض کېږي، دا په زرهاو فیر راکټه چې راځي د دغې مخه باید د افغانستان حکومت یې ولې ضعیف پرېښی دی، زموږ مسله قوتونه ولې هغسې پیشرفته شي، بالکل امنیتي تړون لرو، هغه شیان چې د امریکا د دې ځینې وتل به اوس دی چې افغانستان ته یې پرېږدي، همدغه هېواد ته یې ورکړه، همدغه زموږ ګاونډ ته یې ورکړه، نو د دوی په څه باندې شک دی. غیر له هغې نه دوم فکتور یا دوم نقطه دا ده چې موږ په داخل کې د معاملو د هغو شیانو نور ځان وساتو چې زموږ وطن نور هم بدبختیو ته وړي. ګورئ، دوی اوس هم په جنګ کې خپل ځان لپاره دغه اوس هم بعضې ډلې جنګي ډلې چې دي په افغانستان کې دوی کمپاین نه کوي، همدغه حالت کې چې افغانستان په ښارونو کې په ګوټ ګوټ کې انسانان وژل کېږي، دوی بیا هم خپل کمپاین نه کوي د آینده انتخاباتو لپاره. شرم په کار دی که چېرته زه په حکومت کې یم، تر اوسه مې خدمات نه دي را کړي، خلک رانه ناراضي دي، نو زه بیا څه ضرورت دی چې بیا دوم ځلې کمپاین کوم؟ دنه شریفانه دغه فرهنګ باید زده کړو چې لاړ شو، شرم زه نشم کولی، یو بل څوک دې راشي، دغه ډېر د افتخار ځای. تاسو وکتل چې د ملي امنیت رئیس او همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر له هغې پېښې وروسته چې په کابل کې ترسره شوه او په لسګونه خلک پکې خپل ژوند ته له لاسه ورکړ، دوی ویلې چې استعفا د حل لار نه ده. ګورې، دوی خو جناب وزیر صاحب دفاع هم وویل چې که زموږ نه کسان پیدا کېږي، نو که دورې دا د یو وزیر لپاره د یو کس لپاره چې په داسې یو مقام کې کار کوي، زه فکر کوم چې درست به نه وي. افغانستان کې قطر رجال شته، یې دنه ډېر ارکان اربان شته، یا دغه رئیس عمومي د امنیت نه یا وزیر نه، بحث دا نه دی چې زه هم د دې طرفدار نه یم چې باید استعفا ته حتمی لاړ شو. زه وایم چې هغه حل لاره پیدا کړو چې افغانان یې غواړي. موږ افغانان چی ته ضرورت لرو؟ اول قدم کې سولې ته ضرورت لرو. سوله په هر قیمت شي، که د جنګ د لارې نه وي، که د نورو لارو نه وي، موږ باید پرې ورشو. او که داسې وایو چې زموږ د کرسۍ لپاره که مانه ښه پیدا شي، موږ به استعفا وکړو، تا باندې د افغانستان د خلکو امیدونه دي. په دغې پارلمان کې زه متاسف دیته یم چې پارلمان نه دغه وکیل صاحبان همدغوی ته رایه ورکوي، بیا وروسته ورپسې بیا خبرې کوي. ولې موږ دقیق تحلیل نه کوو؟ ولې پوښتنه نه کوو؟ ولې تصمیم نه نیسو؟ ولې عادلانه قضاوت نه کوو چې یو څوک یو پوست لپاره رایه ورته ورکوو؟ نو دغه فکر کوم چې زموږ خبرې به څه ته لاړ نه شي. فقط د افغانستان حل هغه وخت کېدای شي چې داخل کې دغه قدرت د جزایرو قدرت چې دي، دغه ډلې ټپلې چې دي، دا نور منځوي شي، دوی په خلاف باندې عملي ګامونه پورته شي، او په څنګ کې د متحدینو نه د امریکا نه موږ په عملي بڼه راوغواړو. د شعارونه دی ووځي صحیح ده. نن پرون په خپل ټویټر کې رئیس جمهور د امریکا لیکي چې د جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلانه وي، وروسته پاکستان ته وایي چې داسې دې وکړي. نن بیا یو خبر کېږي چې موږ خپلو قواو ته امر کړی دی چې په افغانستان او په پاکستان کې دې مثلا دغه ځایونه په نښه کړي. آیا پاکستان ته دا معلوم دی چې په چیرته دي؟ ترهګر زه یقینا درته وایم چې معلوم دی. دوی کله چې اعلان کوي چې په ځمکې لاندې څلوېښت متره دننه موږ هر څه لیدلی شو، ولې دا نه شي لیدلی چې په خپله خاوره کې څوک فعالیت کوي؟ نو زه امیدوار یم چې دوی عملي ګامونه پورته کړي او د افغانستان مظلوم ولس ته دا راوښيي چې دوی د دې دوستان دي، یا مثلا حکومت داسې اقدامات وکړي چې هغه اقدامات باعث دي شي چې ملت نور هم د هغو ډلو ټپلو پسې لاړ نه شي، بلکې یو مرکزي داسې یو اجماع جوړه کړو، داسې یو فرهنګ رامنځته کړو، داسې صداقت که تر اوسه هم نه دی کړی، اشتباه تر کړی، سړی په اشتباه باندې باید خپل اعتراف وکړي. لکه چې جناب رئیس جمهور اشاره کړې چې درې نیم کال په وړو مسایلو کې دی مصروف، اوس دی متوجه شوی. آیا دا یو نیم کال وخت چې پد دی تباغه کړو؟ مننه کوم معمار صاحب، له تاسو نه تشکر تاسو کور مودان وخت مو پام دی ځای پایته ورسې. ډیره مننه کوم. محمد نادر معمار، سیاسي شنونکو له سره په سټوډیو کې و، د دوی نظریات او سرګندونې هم تاسو اوریدلې. ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را از بهر تهدیدهای امنیتی در افغانستان کاهش داده است. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان میگوید سال گذشته میلادی برایشان نهایت دشوار بوده است. از همین رو تعداد کارکنان این کمیته کاهش یافته، اما در سال پیشرو کمک‌هایشان را به افراد متهم در بند و قربانیان خشونت‌های مسلحانه ادامه خواهند داد. دست کم 30 سال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش‌های گوناگون افغانستان سرگرم مدد رسانی است. چنان که این نهاد جهانی به تازگی اعلان کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 139,000 بیمار را در یکی از 7 مرکز ارتوپیدی مداوا کردند.
همین گونه بیش از 62 هزار تن دیگر را در مراکز صحی تحت کمیته صلیب سرخ بستری کردند. با 26 هزار تن از زندانیان از چگونگی برخورد نگهبانانشان گفتگو کردند. با 5 هزار زندانی دیگر نیز زمینه سازی کردند که با فامیل هایشان دیدار و یا هم با تماس های تلفنی رابطه داشته باشند. در میادین جنگ نیز به 419 زخمی کمک های اولیه رساندند و به 57 هزار بیجه شده کمک های اولیه رسانیدند. اما تهدیدهای بلند امنیتی سایه سرد بر فعالیت های این نهاد جهانی گذاشته است، چنان که 7 ماه فعالیت هایش را در سال پسین به حالت تعلیق درآورد. سال 2017 همچنان برای ICRC در افغانستان یک سال نهایت دشوار بوده است. با وجود بسته کردن دفترها در فاریاب و کندوز، ما هنوز حضور کوچکتر خود را در مزار به طور یقینی هنوز حفظ کرده ایم. چند ماه پیش 7 کارمند صلیب سرخ را گروه های شورشی کشتند و 3 تن دیگر که چرا؟ دست همکاری شهروندان را شما پس میزنید. ما میتونیم این را به او ربط بدیم که بله، همو افراد نفوذی دشمن و استخبارات جاسوسان خود فروختگان وقتی میگیم در سطوح بلند سیاسی اینا رخنه کردن، پس میتونه این مورد هم باشه. ولی در نهایت باز هم میگم که اگر ما میخواهیم که امروزی که خط نبرد و دفاع از شهروندان چه میدونم اروپایی و غربی شده ایم حتی در منطقه، پس لذا باید با اتحاد و همدلی خودمان و حمایت های نظام افغانستان ما نهایت های بین المللی را هم تشویق و ترغیب کنیم و از اینها بخواهیم که ما که به خاطر شما سینه سپر کرده ایم، شما هم باید در کنار مردم افغانستان حضور داشته باشین و از این خدمات انسانی و بشر دوستانه باید مردم افغانستان بهره مند شوند. چرا که اگر اینها هم مردم افغانستان را تنها بگذارن نهادهای بین المللی، فقط همو هست که راه را برای دشمنان مردم افغانستان هموار کردن. افغانستان از جمله کشورهایی هست که به شدت به کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه نیازمند است. چه از جنگ آسیب می‌بینیم، معذرت می‌خوایم بانو، چه از حوادث طبیعی مثل برف‌کوچ‌ها، سیل، زلزله و حتی اوبیجا شدگانی که آوارهای داخلی ما که هستن، اینها همه به کمک‌های و امدادرسانی هم حکومتی هم در سطح بین‌المللی نیازمند هستن. خانم جعفری، این کمیته صلیب سرخ بیشتر از 30 سال میشه که در افغانستان عرضه خدمات میکنه و فعالیت داره. یعنی سالهای اینا گفتن که سال گذشته را سال دشوار برای کمیته دانستن، یعنی سالهای گذشته آیا خطرناکتر از سال گذشته نبوده که اینا تا اون سال دانستن که به عرضه خدماتشان ادامه بدن، اما از سال گذشته شکایت دارن نسبت به نامی های سال گذشته و دشوار بودن سال گذشته برای این کمیته، میخواین فعالیت هایشان کمتر بسازن و یا هم به حالت تعلیق در بیارن؟ یعنی اصل مسئله در کجا میتونه باشه؟ بدون شک این 30 سال برای همونطوری که برای مردم افغانستان پر از تلخی و فراز و نشیب جنگ و دود و بارود و آتش بوده، ما میدانیم برای مسئولین و کارمندان نهادهای بین المللی هم همچنین بوده. ولی این رو فراموش نکنیم که فعلا بحث تروریسم جهانی بیشتر به سوی خشونت، توحش و هدفمندانه گام برداشته. ببینید اینجا اگر هدفمندانه گام برنداشته بود، سال گذشته وقتی که 6 یا 7 تن از کارمندان را برگبار بستن و 2 تا 3 تا را هم به اسارت گرفتن، این نگاه کنید که چقدر کمک های این نهاد بین المللی رو در افغانستان کاهش داد. بله. پس دشمن تا حدودی به هدف خودش رسید و از این سو من دشمن هم همین است که باید این نهاد بله کار کنم. الان نوع و شیوه کارکرد تروریسم بین المللی تغییر کرده. بله. همین که با توحش و خشونت خیلی پیشرفته اینها کار میکنن و بعد هدفمندانه دست روی نهادهایی گذاشتن که برای مردم افغانستان کلان تکیگاه و بعد از خدا امیدشان هست. پس خانم جعفری، در چون این شرایط چی لازم است بر حکومت ما، مردم ما که چگونه باید ما تامین عمل کنیم برای این نهادها تا این نهادها بتونه بر ما عرضه خدمات بهتر و بیشتر کنن، تا از یک سو ما از آسیب هایی که به مردم ما میرسه از طریق این نهادها بتونیم جلوگیری کنیم و همچنان بتونیم با کشور ما بالاخره بر همه ما کمک کرده باشیم؟ بله. اول برمیگردد به خود مسئولین نظام افغانستان، مدیران سیاسی نظام باید به نظر من چانه زنی ها و لابیگری ها را از سر بگیرن. با این نهادهای بین المللی که کمیته صلیب سرخ جهانی یکی از اون نهادها است. فراموش نکنیم که پس از سال 2014 خیلی از کمک
کمک‌های مالی و حمایتی در افغانستان کاهش پیدا کرده، ولی جنگ به شدت گسترش پیدا کرده. ولایت‌های ناامن ما، ولایت‌های ما بیشتر ناامن شده. لذا اول حکومت افغانستان باید در سطح کلان لابی بکنه و بگوید مایی که امروز آمدیم خط مقدم مبارزه با تروریسم شدیم، او حامیان بین‌المللی ما در سطح میزهای کلان و نشست‌های بسیار به اصطلاح بگم که لوکس در کشورهای خارجی وقتی تعهدی رو میکنن میسپارن، خوب هست که به او تعهدات خود چه کار کنن؟ عمل بکنن. و این نیازمند از این هست که حکومت ما دوامدار و در پی گرفتن حمایت ها باشه، لابی بکنه، واقعا درد واقعی و کمبودهای مردم و نیازمندی های مردم به این کمک ها رو در سطح کلان باید برجسته بسازه. و بعد از این طرف میخواییم که ما حمایت های داخلی رو هم از سوی ملتمان میخواییم که اول خودمان متحد شویم. مردم هایی که امروز کمک ها در او ولایات و قریه ها به تعلیق در آمده، اینها هم یک جا بشوند و از بزرگانشان بخواین متحد شوند و صدا بزنن سر حکومت و سر نهادهای بین المللی که ما امروز به خاطر شما هر روز قربانی میدهیم و اگر خدمات شما واقعا انسان دوستانه و بشر دوستانه است و بعد و نگاه و رفتار سیاسی ندارن، پس آیا خون شما از خون مردم افغانستان رنگین‌تر و سرخ‌تر هست؟ نه، مطمئنا اگر میخواهیم که واقعا با تروریسم بین المللی مبارزه کنیم، این میطلبه کمک های داخلی بین المللی و منطقه‌ای رو برای افغانستان. پس برمیگردیم روی ازی، بحث اینه که ملت صدای خود را باید بکشد و حکومت دادخواهی کند برای ملتش و واقعا بخواهد در سطح کلان از همکارای بین المللی خود، کمک های نهادهای بین المللی، کمک های بشر دوستانه که بازنگری کنند در رفتار خود حداقل پس از سال 2014. و امروز که ما میبینیم همچنان بحث تروریسم گسترش پیدا کرده در سطح افغانستان، خشونت ها، انتحار و انفجار ها، کشتن ها بیشتر شده، پس به همین پیمانه باید کمک ها به مردم افغانستان بیشتر صورت بگیرد. دولت افغانستان به تنهایی نمیتواند به اصطلاح خدمات صحی بشر دوستانه را به مردم خودش برساند. واقعا میگم هم از لحاظی که بعضی ولایت ناامن هستند، هم از بحث منابع مالی و حتی کارمندانی که این خدمات را بخواین به شهروندان کشور انتقال بدهند. خانم جعفری، به صلیب سرخ در بخش مختلف فعالیت داشته، 30 سال به این طرف، حال هم گفته که ما فعالیت های خود محدود میسازیم در بخش زنان بی سرپرست که خودشان نانآور خانه هستند و همچنان فامیل های معلولین و قربانیان که از منازعات مسلحانه، بیشتر در این بخش گفته که ما فعالیت های خود ادامه میدیم. به این فکر کنیم که اگر به این نهاد حکومت توجه نکنه و مردم توجه نکنه و نهادهای بین المللی توجه نکنه به خاطر تامین امنیت، چون بالاخره اگر فعالیت های اینا کلا توقف پیدا کنه، آیا ما میتونیم که خودمون به شکل موفقانه و آنچنانی که شاید و باید لازم است ما در این بخش ها خود ما فعالیت های خود ادامه و از خانم هایی که بی سرپناه هستند، بخش دیگه قربانیان منازعات مسلحانه، یا خود ما بتونیم که به اینا کمک رسانی کنیم؟ کاش ما این توانایی را می داشتیم بانو که مردم حکومت افغانستان به شهروندان خودش رسیدگی میکرد. ببینید ما در شرایطی نیستیم که بخوایم در همین قلب پایتخت با وجود امنیت، امکانات و وضعیت بهتر مردم، هر طرف میبینیم که آمار خودکشی ها، خودسوزی ها، خشونت ها و گشنه خوابیدن هموطنان ما رو ما شاهد هستیم، چه برسد به او دورترین ولایات و قریه های افغانستان. بدون شک در حالت فعلی نه مردم نه حکومت توانایی دادن اینو خدمات بشر دوستانه رو به مردم خودش ندارد. لذا میطلبد که باز هم میگم دولت و ملت با هم بسیج شوند و در سطح بین المللی دادخواهی بکنند تا که نهادهای بین المللی کمک کننده و خدمات دهنده در امور حقوق بشری و بشر دوستانه باید به افغانستان بازگردند و هنوز اینها ساحه خدمات خود را به شهروندان افغانستان کلانتر و بیشتر بسازند. اگر واقعا میخواین خدمات بشر دوستانه ارائه بدهند به مردم افغانستان. تشکر بسیار زیاد از خانم لیلا جعفری فعال سیاسی که در بس این ساعت با ما بودن و 3 ساعت برنامه آغاز روز در همین جا به پایان میرسه.